بینندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-301-8000 هست. یادآور میشم که برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 10 صبح تا 12 نیم روز تقدیم حضورتون میشه، همون شب از ساعت 10 تا 12 نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه روز جمعه که از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر ارائه خواهد شد، در روز یک شنبه از ساعت 6 تا 8 صبح پخش دومی خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. من یه سوال داشتم، در مورد سه تا سوال داشتم، نمیدونم فعلا اولیشو میگم اگه وقت شد بعدش میگم. من یه زمانی دیپرشن داشتم، بعد میخواستم بپرسم که این میتونه رو هوش و در واقع حافظه من تاثیر بذاره؟ نه، ببینید، افسردگی رو اگر شما داشته باشید، در دوران افسردگی روی حافظه شما اثر میذاره، به دلیل اینکه مغز شما یا ضمیر و ذهن شما به خوبی کار نمیکنه، همه چیز رو یکمی به هم میریزه. ولی برای دورانی است که شما به عنوان افسرده خودتون رو تعریف میکنید یا واقعا چنین هستید. ولی وقتی که از افسردگی بیرون آمدید، معمولا من و شما حال عادی و طبیعی خودمون رو پیدا میکنیم. بدیهی است که آسیبای از این قبیل میتونه تأثیراتی داشته باشه، ولی نه اونقدر تأثیرات محسوس و ملموسی که بشه روش حساب کرد. فرض کنید اگر بهره هوشی شما 105، گرفتار دیپرشن بشید، حالا یه ممکنه از 105، البته دستگاهی با این دقت اندازه‌گیری نداریم، بشه 104، ولی دلیل نداری خودتون نگران اون بکنید و یا بهانه‌ای برای اون داشته باشید، مگر اینکه افسردگی همچنان ادامه داشته باشه که اون معلومه اخلال و اختلالی در سیستم عصبی و مغز به وجود میاره. مرسی، خیلی ممنون. پس من کم سوال دوم هم بپرسم. حتما، بفرمایید. من نزدیک 4 ساله که اومدم آمریکا، بعد الان چند ماهیه که در فوق لیسانسمو گرفتم، ولی خب هدفم پی‌اچ‌دی بوده، چون که میخواستم استاد دانشگاه بشم و درس بدم. ولی الان من 32 سالمه، همسرم 40 سالشه، برای فکر میکنم که شاید یه ذره دیر باشه برای شروع دکترا، شاید یعنی دیر نیست ولی برای بچه دار شدن دیر میشه. اینجوری گفتم که یعنی خودم در این زمین مشورت کنم که اگه ما تصمیم بگیریم که بچه دار بشیم، بعدا میتونم در واقع دکترا بخونم یا باید قبلش باید بخونم؟ نه، ببینید عزیز، موضوع این هست که برمیگردم به رشتتون، دوره دکترایی که میخواید بخونید چه هست؟ مهندسی مواد. بنابراین خب اونا رشته های مشکلی هستن، تقریبا تمام وقتن و بنابراین جای اونقدر برای حاملگی و بچه دار شدن و موارد و مراحل اولیه کودک به شما نمیدن. بعدم همونطور که اشاره فرمودید، حالا همسرتون 40 سالتون، شما 32 سال و چون این دوره دکترا معمولا 3-4 سالی طول میکشه، میتونه واقعا دیر باشه. اگر یک میتونید شرایطتون اجازه میده که صاحب فرزند بشید و هر دو میخواهید فرزند داشته باشید، دو اگر فکر میکنید 5 سال 6 سال بعد یا 8 سال بعد ببخشید، وقتی که کار به هر حال بچه یا امیدوارم بچه ها به 2-3 سالگی رسید و شما رو آزاد گذاشتن، دانشگاه همچنان شما رو میپذیرن برای دوره دکترا، یا به هر حال با یه مقدار آمادگی میتونید چنین کاری بکنید، من فکر میکنم حالا که در زندگی زناشویی هستید، حالا که به هر حال مایل هستید صاحب فرزند بشید، و بین اینکه اول صاحب فرزند بشم بعد دکترامو بگیرم یا اول دکترامو بگیرم بعد صاحب فرزند بشم، من حتما پیشنهاد می‌کنم صاحب فرزند بشید. برای اینکه امروز حتی در امریکا آمارا نشون میده که بیش از 50% کسانی، یعنی بیش از نیمی از کسانی که در دوره دکترا هستن، سنشون اونور 40 ساله و بنابراین این چیز غیر عادی نیست. علتش هم بسیار روشنه، ما در دنیایی هستیم که فقط باید یادگیری رو آموخت، نه اینکه چیزی بیاموزیم. برای که همینقدر که ظرفیت و توان این داشته باشیم که بیاموزیم، در دنیایی که برخی از رشته‌ها بین 3 تا حتی 7 سال و 10 سال همه دانششون رو دگرگون میکنن و ما ناچار اگر بخوایم در این مسیر دگرگون یا تغییر قرار بگیریم، باید دائما
خودمون رو به نوعی بروز کنیم و این ماجرا یه حسن دنیای امروز و امکانات امروز، نه یه عیبش. مانند گذشته نیست که آدم کلاس ششم یا دیپلمش رو بگیره و بعدا برای دیگه تمام عمر فارغ التحصیل شده باشه. امروز هیچ وقت فراغتی از تحصیل نخواهد بود، حتی تحصیلات کلاسیک و سیستماتیک چه رسه به آگاهی. اینه که من فکر نمی کنم مثلا خودتون اذیت کنید. اگر در یه چنین شرایطی هستید، از زندگی زناشویتون راضی هستید، آمادگی و علاقه برای داشتن فرزند دارید، من فکر میکنم بهترین کار این است که فرزند رو الان داشته باشید، بعدا میتونید درستون رو بخونید. هنوز 30 سال 40 سال زندگی پربار شما در چارچوب کارتون و یا تحصیلاتی کردید در مقابل شماست. امروز از هر 3 تا دختری که متولد میشه یکیش تا 100 سال میمونه. تازه پیشرفت‌های علمی آنچنان است که وعده های عمرهای خیلی طولانی تری میدن و بنابراین من و شما اگر یه مقدار مواظب و مراقب خودمون باشیم هیچ دلیل نداره که فکر کنید در سن 60 سالگی یا حتی 70 سالگی باید بازنشسته بشیم. البته اگر کارمون رو دوست داریم و بخوایم کار بکنیم. اینی که من فکر می‌کنم بهترین کار این است که شما فرزندانتون رو که معمولاً توصیه من 2 تا با فاصله 20 تا 35 بارو بیارید، اون کار رو به سامان برسونید. بچه‌ها رو حداقل دومی رو به سن 2 سالگی و 2 سال و نیم که رسوندید، شما رو می‌تونه مقدار زیادی آزاد کنه که درستون رو دوباره به شروع کنید یا ادامه بدید. اینه که من فکر کنم صلاح اینه. ولی اگر شما بیاید تو پروسه دکتراتون 3-4 سالی رو اینجا بگذرونید و بعد از اون تازه مجبور و ناچاری تا حدودی که درگیر کار بشید و الا باز همون ماجرای عقب ماندگی شما مطرح خواهد بود، اون موقع نشستنتون احتمالاً در خانه که کار درستی است برای 3 سالی تا بچه‌ها به یه جایی برسند، اون وقت با مشکلات بیشتری همراهه. اینه که من فکر کنم بهتر اون است که فعلا صاحب فرزند بشید و بعدا درستون رو ادامه بدید. مرسی، اینو خیلی ممنون، اینو واقعا کمک کردید. ولی پس حالا چون وقت هست من سوال سومم بکنم و اون که من می‌خواستم بپرسم که من باید برم سر کار، یعنی ما از نظر فاینانشیالی باید دوتامون کار کنیم. حالا اگه من بخوام بچه داشتم از 2-3 ماهگی بچه رو بذاریم دیکر، این از نظر اصول تربیتی کاملا اشتباهه. حتماً اگر اینجوریه بهتره بچه دار نشید، فعلا برید درس بخونید. ببینید سرکار خانم، ببینید بذارید من مطلب باهاتون روشن کنم چون دلم میخواد وضعیت من از این بابت شناخته. شما اگر کنار یک کودک زندگی کنید، یعنی یه بچه 1 ماهه، 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، شما با یه واقعیتی روبرو میشید که تمام ذهن و زندگی این کودک به راحتی و به درستی و به طریق سالم و مفید و سازندش در ارتباط با یه نفری و اون یه نفر بهترینش که طبیعت همون رو فراهم کرده مادر. هر کس دیگری که وارد این صحنه بشه به بچه آسیب میزنه، یعنی شما اشکالات و ایرادات فراوانی رو بر این بچه وارد خواهید کرد. و این رو همین گونه عرض نمی کنم، پاش محکم ایستادم که هر 1 ساعت وقتی که شما اینجا صرف می کنید شما و فرزندتون رو 1000 ساعت در زندگی جلو می اندازه. هر 1 تومن یا 1 دلاری که اینجا خرج می کنید 1000 تومن یا 1000 دلار ارزش داره. هیچ سرمایه گذاری با این کار برابری نداره. بنابراین من و شما قرار یه مقدار برنامه ریزی کنیم و بعدا زندگی رو کوچک کنیم ولی کنار فرزندمون بمونیم. برای بچه 1 اتاق 2x2 هم برای زندگی او کافی است. برای خود ما هم، ما معمولا فقط 1 جا در 1 فاصله نیم متر در نیم متر یا 1 متر در 1 متر میشینیم دیگه. اصلا این ماجرای تجمل و ظاهر و هزینه های بسیار برای هیچ که باعث دردسر است و حتی جدایی و فاصله رو من در یه همچی شرایطی نمیگم، به طور کلی نمیپذیرم. اینه که نه، این کار رو نکنید عزیز. بچه شما اتفاقا بعد از 3-4 ماهگی به شما احتیاج داره که میتونه شما رو تشخیص بده و با شما ارتباط برقرار کنه. بچه 1 ماه رو اگر حالا تازه خودتون شیر نخواهید بدید، شیشه شیر رو بهش بدید، هر کسی دیگه هم میتونه بده. نه اینکه این کار رو توصیه میکنم به هیچ وجه، ولی میخوام عرض کنم که نه، اصلا این کار رو نکنید عزیز. شما همین الان که تا فوق لیسانس آمدید چه کردید؟ شما دبستان رفتید، دبیرستان رفتید، دانشگاه رفتید، فوق لیسانس رفتید، همه رو خرج کردید، همه رو وقت گذاشتید، خودتون رو از همه کارهای دیگه محروم کردید. برای چی؟ برای یه فوق لیسانس. بچه سالم میخواهید 2 سال اول کنارش بمونید. بچه میخواهید که گرفتارتون کنه بگذارید برید. شما نگاه کنید به آمارا، بچه هایی که با مادرشون بزرگ میشن 1/3 کمتر بیمار میشن تا بچه های کنار هر کسی دیگه باشه.
نگاه کنید به هزینه‌هایی که شما باید در این کار بپردازید، نگاه کنید به بعداً گرفتاری‌هایی که پیدا می‌کنید. اصلا از نظر سرمایه گذاری کار درستی نیست. بعدم من همیشه با دوستانی روبرو بودم که اگر کمی بر درآمدشون یا مصرف درآمدشون یا هزینه‌هاشون مواظب و مراقب باشن میتونن فرزند رو داشته باشن. به علاوه خیلی از اوقات میشه یه کارهایی رو در یه جایی در حد کمتری در خانه انجام داد، مخصوصا وقتی بچه فرض کنید در چند ماه اول 10 ساعت 15 ساعت حتی از 20 ساعت حتی 18 19 ساعت خواب شروع میشه، فقط یه کسی قرار دور برش باشه و ازش مواظبت و مراقبت کنه، شما هنوز میتونید به کاراتون برسید. حتی اون درسای دوره دکترایی که میخواهید بخونید کتاباشو میتونید شروع کنید بخونید یا برنامه‌اشو انجام بدید که وقتی به دورتون رسید کارتون ساده‌تر باشه. برای همه رشته‌ها هم چه کارایی ممکنه و یا تخصصی در یه زمینای بیشتری پیدا کنید. ولی ببینید عزیز من، شما اگر درس رو به موقع نخوندیم یا نتونستیم بخونیم، یعنی ما قراره به هر حال لیسانس و فوق لیسانس و دکترامون اگر 8 سال 9 سال 10 سال هم هست بعد از 18 سالگی 28 سالگی بگیریم دیگه. حالا اگر شرایطی فراهم نبوده که من راجع به اون بحث میخوام بکنم و اون رو به عقب انداختیم، بعد در مورد ازدواجمون هم یه کمی وقت و مناسب ندانستیم، بعدم از نظر مالی به هر حال موانع و محدودیتایی داریم، چرا حالا که این همه مشکل و مسئله داریم از اون قسمت اصلی و اساسی که بچه‌هاست می‌خوایم بزنیم؟ چرا باید اون تیکه رو قطع کنیم یا کم کنیم؟ نه، من باش راحت نیستم. و بعدم خودتون اگر مادرید که خواهید بود، اصلا دلتون نمیاد که بچه 4 ماهه یا 6 ماهه یا 8 ماهه که اصلا چشم از شما بر نمی‌داره و شما رو فقط تعقیب می‌کنه و با دیدن شما، شما به بدنش نگاه کنین همه وجودش میلرزه و درش تغییر رو میتونید ببینید، راه کنید برید میخواید برید سر کار، که مثلا به جای اتومبیل مثلا سال 2000 میخواید اتومبیل 2012 سوار بشید که چی؟ یا به جای پیرن یا لباس 10 دلاری میخواید 100 دلاری بپوشید که چیکار کنید؟ مگر بدنتون فرقی میکنه؟ اینا خوبند، نه اینکه من مخالف اینا هستم، سختم باش موافقم، همیشه هم عرض کردم پیرن 100 دلاری بهتر از 10 دلاریه، اون بحث من نیست، ولی در مقام مقایسه با چی؟ چی رو میخوام از دست بدم؟ بعدم حالا یه انگشتر دارم نداشته باشم، من دستم قراره پرمهر و محبت باشه کنار فرزندم، جواهر میخواد بهش چسبیده باشه که چی؟ چه فرقی میکنه؟ هیچ، مخصوصا در مقام مقایسه. اینه که اصلا برنامه رو تنظیم کنید بمونید عزیز. و بعدم هیچ دانشگاهی، خودتون دوره دکترا خواهید رفت، هیچ دانشگاهی به شما اینقدر درس نمیده، اینقدر در زمینهای مختلف شما رو رشد نمیده، اینقدر جنبه ها و جلوه های مختلف وجود شما رو آشکار نمیکنه که 2 سال کنار یه بچه باشید. من اینقدر که از بچه هام چیز یاد گرفتم، نه به اونا چیز یاد دادم نه از هیچ دانشگاهی هیچ وقت یاد گرفتم، هیچ. بنابراین اونو دست کم نگیرید. بزرگترین آموزش انسان و بزرگترین ظرفیت های من و وجود شما در کنار بچه هاست که رشد میکنه. با کودکتون کودکی کنید، نوجوانی کنید، جوانی کنید و از اون بهره بگیرید تا اینکه بچه رو داشته باشید بندازید برید. حالا میخواید فرض کنید در میان 5 تا یا 50 تا یا 500 تا همکار بگن این سوادش بهتره یا مسائل بهتر حل میکنه یا مدیریت بهتری داره، همه اینا خوبه، ولی در مقام مقایسه با از دست دادن چی؟ اگر اصول آموزش و پرورش رو بدونید، که توصیه میکنم نه به خاطر کار من، به هر حال بعد از شاید 40 سال کار تو این زمینه، فصل اول فلسفه و هدفهای آموزش پرورش، حتی اون 15 ساعت رو بشنوید، بعد تولد تا 3 سالگی روی هم 30 ساعته، مطمئن هستم که نظرتون درباره ماندن و رفتن هم عوض میشه وقتی بدونید صدها کار مفید سازنده میتونید برای خودتون و فرزندتون یا فرزندانتون بکنید که هرگز با هزاران هزار، بلکه باور کنید صدها هزار دلار پول نمیتونید اون آرامش و لذت و رضایت رو به دست بیارید. بنابراین خودتون رو به عنوان یه زن، به عنوان یه مادر درگیر کار پرورش تعلیم تربیت کنید. بعد اگر بعد از آگاهی و آشنایی با اصول پرورش تعلیم تربیت همچنان به این نتیجه رسید که کارتون یا درستون یا داشتن یه ماشین بهتر مهمتره، خب اون کار انجام بدید دیگه، اون وقت من دیگه حرفی ندارم. ولی حداقل آدم باید بدونه و با دانایی و آگاهی و یه مقدار آزادی تصمیم بگیره تا اینکه یا گرفتار زندان‌های باورها و اعتقادات و عقده‌ها و غده‌های عجیب و غریب فرهنگی و تاریخی و گذشته باشیم و یا احتمالاً احساسات و عواطفی رو از قبل برای خودمون به گونه‌ای ساخته باشیم که غالب اوقات با واقعیات نمی‌خونه. موضوع رو جدی بگیرید، چون اینا تصمیم‌های مهمی عزیز، اینا تصمیماتی است که
نه تنها زندگی شما رو میسازه و میتونه به هم بریزه و ویران کنه، در خصوص فرزندانتون هم چنینه. طبیعت و امروز واقعیت‌های علمی به من شما نشون میده که این بچه، خودتون خواهید دید، همه ذهن و زندگی شمایید. شما چطور میتونید رو ترکش کنید و بگذارید یه جای دیگه در یک چارچوب دیگری بزرگ بشه، فقط برای که من خواستم احتمالاً دانشی بیاموزم یا یه کاری بکنم یا درآمدی داشته باشم. خودتون متوجه خواهید شد که اون لحظات و دقایق اصلا قابل مقایسه با هیچ ارزشی و یا کالایی در جهان نیست که انسان به دنبالش باشه. یعنی که توصیه میکنم این رو هم جدی بگید. الان اگر یه امکان به اصطلاح اداره زندگی رو همسرتون یا شما دارید یا از پسندازتون یا حتی از چیزای اضافی که در خانه هست و یا یه مقدار صرف جویی، جمع و جور کردن خانه و یا هزینه های زائد که متاسفانه همه ما داریم، اگر اونا رو بتونید تنظیم کنید و کنار فرزندتون یا فرزندانتون بمونید، 3 سالی وقت شما رو میگیره ولی بعدش خاطرتون آسوده است که آنچه رو که پایه و مایه فرزنده به درستی ریختید. البته این تا حامله بشید و دوران حاملگیتون همه کارتون رو میتونید بکنید، کار بیشتر هم میتونید بکنید، همسرتون هم همینطور. به هر حال خودتون آماده کنید برای اون ایام، برای که اگر با دانایی و مهربانی و آمادگی باشید از این کار با ارزشتر، لذت بخشتر، شادی آفرینتر و عامل رشد و تکامل اصلا در جهان پیدا نمیشه. موضوع بزرگ کردن کودک بزرگترین کاریست، مهمترین کاریست که انسان میتونه تو زندگیش تجربه کنه. کارهای دیگر رو بعدا میشه کرد، ولی یه دوره 2-3 ساله اولیه داره که پایه شخصیت و هویت و آینده کودک رو میسازه یا ویران میکنه. اینو به دست همه کس و افراد مختلف و متفاوت نمیشه داد. اگر اون CD ها رو بشنوید، بعد از اون تصمیم گیرید، 15 ساعت وقتتون رو میگیره، عرایض من رو بشنوید، اون وقت خواهید دید چه ظرایف و نکاتی اونجاست. چون من شما اگر با موسیقی آشنا نباشیم، موسیقی برامون اونگونه لذتی نداره جز تحریکات حسی. اگر با شعر آشنا نباشیم، شعر برامون معنایی نداره. اگر با نقاشی آشنا نباشیم، نقاشی خب کسی یه چیزی کرده، عکس که از اون بهتره. ولی اگر با این هنرها آشنا باشیم، حتی یه بسکتبال یا فوتبال اگر آشنا باشیم، اون وقت است که ظرایف و نکات جزئیش برای ما با اهمیت و لذت بخشه و اونه که کمک میکنه و اونه که دنیا رو و زندگی رو برای آدم بهتر میسازه. کمیت زندگی، طول زندگی سر جای خودش است، مهم این عرض زندگی و کیفیت زندگی است که اهمیت داره. این رو وقتی که میتونید مادر باشید با هیچ چیز دیگه معاوضه نکنید. بذارید 2-3 سالی هم کنار بچه ها با خودتون و با اونها بزرگ بشید، اون وقت است که یک کس دیگری هستید. اینو بهتون توصیه میکنم، این که یه جایی پیدا کنید. ما برای خوندن درس برخی از وقت وام میگیریم، برای بزرگ کردن بچه هم من فکر کنم خیلی راحت تر و ساده تر باید وام بگیریم و بعدا اگر حتی نداریم بپردازیم، تا اینکه به بهانه نداشتن احتمالا کنار بچه همون نباشیم. خیلی ممنون، خوشحال شدم با دوست صحبت کردم. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید. با جواهرات NJ بدرخشید، زیبایی، شکوه و شیک پوشیدن را تجربه کنید. جواهری ناب اولین فروشگاه اینترنتی در ایران می باشد. دوستداران جواهری ناب می توانند نظاره‌گر برنامه ها از طریق تلویزیون های ماهواره‌ای، فیسبوک و یوتیوب باشند. دفاتر NJ سفارشات شما را در آمریکا، کانادا و دبی طی 3 روز کاری ارائه می‌دهد. طراحی زیبا و کیفیت عالی فقط در NJ. اطلاعیه مهم مرکز منطقه‌ای شیکاگو. مرکز منطقه‌ای شیکاگو تایید شده وزارت امنیت ایالات متحده آمریکا با داشتن پروژه‌های تایید شده اداره مهاجرت، آماده همکاری با سرمایه‌گذاران ایرانی و متقاضیان گرین کارت آمریکا با شرایط اقساط می‌باشد. دفاتر در شیکاگو، دبی و چین.
برای اطلاعات بیشتر با تلفن فارسی زبان این دفتر 201-312-427-0911 تماس حاصل فرمایید. انتظارها به پایان رسید و رویاها به حقیقت پیوست. بار دیگر آژانس مسافرتی امیری، اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی با 48 سال سابقه درخشان، برگ برنده دیگری را رو می کند. تور بزرگ امریکا بدون واسطه و مستقیم از ایران، شامل اخذ ویزای 6 ماهه توریستی، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های 5 ستاره، تورهای تفریحی و ساحلی کنار دریا و دیدن شهرهای بزرگ امریکا، واشنگتن، نیویورک، سان فرانسیسکو، لاس ویگاس، لاس آنجلس و عروس جزایر دنیا هاوایی. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و به امریکا، سرزمین فرصت‌های طلایی، بیایید. تلفن‌های تماس 201-818-758-2626 و 201-818-802-2086. آژانس مسافرتی امیری. I have something to say. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که همین یک شنبه 22 اپریل
از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی با عنوان حال و آینده ایران دارم، نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران. محل برگزاری اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین در اورنج کانتی است. بنابراین همین یک شنبه 22 اپریل 4 تا 8 بعد از ظهر حال و آینده ایران. کنفرانسی با عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق در روز یک شنبه ششم ماه می در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. ورودی هر کدام از این دو کنفرانس $30 است. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم رو به صورت سی دی یا DVD داشته باشید، البته در ایران، و یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت هست، ترس و اضطراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی، و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، میتونید در تهران با انتشارات ما و شما با شماره تلفن 88-27-07-91 و یا 88-24-36-47 تماس بگیرید. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در این سفر 7 کنفرانس خواهم داشت. همچنین هزینه این سفر برای کسانی که کودکانی دارن یا نوجوان دارن بسیار بسیار ارزان هست. و ضمناً سفر دوم 7 شب و 7 روزه است، از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه پیدا میکنه. به هر حال اگر مایلید در این سفرها با ما باشید و از برنامه‌های فارسی و ایرانی بهره بگیرید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. جناب هولاکویی، دکتر هولاکویی. بله بفرمایید خانم. سرکار از سیناله. ببخشید من یه سوال دستتون دارم، میخوام عقیده شما رو راجع به این موضوع بدونم. بفرمایید. من به یک پسر دارم که 41 سالشه و این در وقتی که 25 ساله بود 26 ساله بود تحصیلات که تموم کرد با یه دختر ایرانی که اونم دکتر شده بود، دکتر رفتار یعنی همین دیگه شده بودن یک کشور دیگه در جنوب امریکا داده بود اینجا برای تخصص دیگه. اینا با هم آشنا شدن در یک جمعی که با هم بودن و این خیلی خوشش اومده بود چون جوانم بودن خیلی این بی‌نهایت علاقه داشت و اونم به این بی‌نهایت. ولی بعدا اینا بعد از دو سه ماه که شد اینا برای من تعریف کرد، من این دختر رو دیدم درچی من رو جذب نکرد ولی بگویم کتم به من مربوط نیست، خودش خود به ببینه این که کسی میخواد ازدواج کنه هر کار میخواد بکنه. ولی من به نظر من در قلب من احساس کردم که خیلی دختری که یعنی فقط میخواد تجملات و زلی اینطور این حالت داره. ولی وقتی به این میگفتم اینطور من احساس میکنم، میکنم نه مامان اونجوری نیست، این خیلی ساده از بلا مثلان بایی که عاشق شده بود. بالاخره بعد از 6-7 ماه اینا ازدواج کردن ازدواجشون متاسفانه یک سالم طول نکشید و به هم خورد. برای که این زن بی نهایت بین بدبین بود، بهشون گفت تو چرا کجا رفتی، کجا رفتی دنبالش، تو چرا از کار دیر اومدی، پران این رو حسابی تحت دیگه. بالاخره طوری شد که مجبور شد پسرم گفت که من دیگه تمام شد، من نمیخوام با تو بشم. برای که وقتی تراست نداریم تو زندگی، من فقط این مهمه برای من که تراست داشته باشی، تو که تراست نداری برد من این زندگی و خیلی بیادبی هایی میکرده گویا حتی راجع به من و پدرش که این ناراحت میشه میگه پدرم از من هیچ دخالتی نکردم و تو حق نداری این موضوع. خلاص به طلاق کشیده میشه و همون یک سال نکشیده بود. منم اصلا زبرش یه حساب کردم که اینا به هم نمیخورن. نه سب کنید. ببینید این یه گرفتاری بزرگ فرهنگی ماست. یعنی من و شما ممکنه از آدم ها خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، اینم معمولا دلایلی داره. این دلایل میتونه در رفتار اونا، حالات اونا و یا ارتباطات ما با اونا باشه.
بنابراین من کاملا میتونم بفهمم که من و شما به عنوان پدر مادر یا به عنوان یه فرد از یه زنی یا از یه مردی، حالا وقتی به عنوان عروس و داماد اون هست یا به هر حال پسر و دختر اون هست، خوشمون بیاد یا بدمون بیاد. پس این یه مسئله است. بعدم اگر از شما میپرسیدن که چرا شما با این رابطه مخالف هستید، استدلالی که خودتون فرمودید این بود که این دختر اهل تجملات است و نمیدونم به ظاهر و این چیزا اهمیت. بسیار خوب. ولی شما دلیلتون این بود، اینکه بعداً معلوم شد اون دختر خانم آدم اینگونه که شما میفهمید، شکاک، مزنون و اگر از یه مرحله بگذره بیماری، علت جنگ و جدایی و طلاقشون بوده. پس من اگر فکر میکنم به این دلیل یه آدمی میمیره ولی به اون دلیل نمیمیره ولی به دلیل دیگه میمیره، که عقیده منو تایید نمیکنه. من که درباره مرگ بحث نکرده بودم که بگم من چون... نه 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 عرضم متوجه صبر کنید. نه صبر، بحث شما، من راجع به شما صحبت نمی‌کنم. من نبودم شما دخالتی کردید. نه مرزمی، ببینید عزیز، مرزمی چیز دیگه است. ما ایرانی‌ها این چیزا رو باید متوجه بشیم. من به یه دلیلی فکر می‌کنم این بیمار می‌میره، ولی اگر به دلیل دیگه این مرد، که عقیده من درست از آب در نمیاد که من از اول می‌دونستم. حالا پس صبر کنید، این مورد اول. دوم این که پسر شما قرار این بوده که شما به جای اینکه درباره علاقمند است به تجملات که هیچ معنایی میتونه نداشته باشه، میتونه یا آدمی باشه که دلش خواست زندگی بهتر بکنه، کی گفته این به خودی خودش یه عیبه، اون آدمی که هیچی نمیخواد، کارش درسته که سوخته و از پا در اومده، قرار بود این دوتا همدیگه رو بشناسن، یعنی بیشتر با هم آشنا بشن و اون دختر خانم حتما اگر در یه فرصتی میبود که با هم آشنا میشدن و مسائل حاشیه‌ای مطرح نمیشد، چرا همدیگه رو میشناختن. برحال همطور که اشاره فرمودید اینا ازدواج درستی نداشتن، به دلیل اینکه ویژگی ها و مشکلات شخصیتشون به هم نمیخورد و بعدم اونها از هم جدا شدن. اینم که وسط این همه ماجرا شما همه رو رها کردید که زندگی دوتا آدم به هم میخوره، نسبت به شما و پدر پسرتون یا همسرتون اون خانم حتی بی احترامی کرد، گفته اونا که اصلا موضوع نیست، اونا موضوعی نیست که نشون دهنده چیزی باشه. حالا اصلا خبر نداشتم. بسیار، حالا بذارید از اون بگذاریم. حالا چه خبر است؟ حالا ایشون سال پسر من 12 سال گذشته دیگه، اونم از اینجا رفته رفته همون جنوب امریکا تو اونجا کار میکرده دیگه کنه. ولی این به هر دفعه صحبت ازدواجش میگفتم تو جان تو چه موقع تو میخوای در تو تنها باشی، تو اخری مسافرت خیلی میکنه برای که کارش در اینجوری که مسافرت داره دنیا خیلی زیاد میکنه. بعد میگفتم که تو میگو ما بعد من از ازدواج ترسیده شدم که هر کسی اگه خوب باشه نشون میدم، من دیگه یک حالت وحشت دارم که نکنه اینم همونطور درده. بعد بالاخره تا اینکه حالا چند نه صبر کنید. بذارید قدم به قدم پیش برید. چون آخه این حرفا رو ببینید، من اگر رفتم توی خیابون تصادف کردم، بعدم باید بگم من از اون خیابون دیگه نمیرم. من اگر با یه آدم شریک شدم، او به من فرض کن نارو زد، من باید بگم من دیگه شرکت نمی کنم. من اگر با یه کسی دوست شدم به من دروغ گفت، بگم من دیگه با هیچ کسی دوست. آخه ببینید عزیز، فرزند شما مسئله داره، یه آدمی رو ایشون نشناخته که مقصر خود ایشونه، برای که اون بیماری هایی که شما میفرمایید در اون خانم بوده، اگر بوده خیلی را تشخیص داده است. بعد رفته با یه آدم روبرو شده با یه گرفتاری. من نمیتونم با یه کسی آشنا بشم عرض کنم که سکته قلبی کنه. من که نمیتونم بگم از این بعد من با کسی آشنا نمیشم چون سکته قلبی میکنه. پس فرزند شما واقع بینانه و مسئولانه با موضوع ازدواج برخورد نمیکنه، یا واقعیات و حقایقی که هست رو که در درون اوست یا باور داره رو به شما در میون نمیگذاره. و الان این شد حرف که من به خاطر اینکه با یک کسی ازدواج کردم که اون آدم شکاک و مزنونی در اومد و زندگی ما به هم خورد، من از کجا میدونم آدم ها چی میشه؟ خیلی ساده میشه دونست. آدم ها رو میبرن معاینه میکنن، میگن سالمه یا مرده یا میمیره. آدم ها میرن یک ماشینی رو میبینن، نگاه میکنن به لاستیکش، میگن این لاستیک 20,000 مایل دیگه کار میکنه یا مثلا 100 مایل دیگه ممکنه بترکه. اینم شد حرف. ایشون در بقیه موارد زندگی هم همین جوری قضاوت میکنه. اینجا اشکال عزیز. اگه چیزی بدید من براتون یه چیز دیگه میخوام راجع به همین بگم. این دیگه چند سال اول اینطوری بود، ولی زرده زرده که اون موضوع بعدش کم شد و دیدم علاقه داره که ازدواج کنه. دیگه میگفت دارم میخواد بچه داشته باشم و اینا، خودش میخواد ازدواج کنه و یه دو نفر از زندگیش اومدن که
گفت مامان من چند جلسه با اینا بودم با این بودم دیده بسن به من نمیخوره اصلا بیر کرد. ولی حالا یک با یه دختری آشنا شده که واقعا دلش میخواد ازدواج کنه و اگر چلی یه ساشه به میگه نمیخوام که طول بکشه چون بچه میخوام اینا. ولی این دختر خانم راه خیلی دوری به ما هست، یعنی 5 سال با هواپیما راهه و این از طریق یکی از دوستای خیلی نزدیک من میگفت در این در اونجا هست و بسیار دختر خوبیه، من مطمئنم فامیلاش هم منو میشناسن، این بره یه نگونم ببینه چه مالی داره، بره شاید اونجا مثلا حسیتش قسمتش اونجا بشه. من این شماره تلفن رو به این دادم، گفتم این شماره این دختره به هیچ زنگ بزن ببین که اون چه دلش میخواد داره ببینه یا نه. و اون دخترم یک جر دار ازدواج کرده بوده در زمانی که 21 سالش بوده با یک ازدواج اونم به سرعت و خیلی تلخ و خیلی عاشق بودن و اینا بوده، من به تناکت همینه. بعد که ازدواج میکنه میبینه این مرد بسیار مرد اگرسیو و اصلا این زن رو کوتاه میکرده، کوچیک میکرده و کتکش میزده، ابیوزی بوده در لنگوز اینا. این دختر جوانه بوده دیگه، یک دقیقه دیگه بعد 6 ماه میاد از خونه بیرون میگه من نمیتونم با تو زندگی کنم، من کسی میخوام که من و او همسر باشیم، نه اینکه تو منو مثل که کمیز گرفتی و کتکم میزده تو اینا. خواسته بل کرده بوده، بعد این بل کرده و دیگه حالا کار میکنه در اون شهر کار میکنه، نمیخوام اسمش شهرشو بیارم. بعد خلاصه این بعد که این شماره رو این داد گفت باشه من برای اون شهر میخوام برای کمپانی با دارم اونجا هفته دیگه دو هفته دیگه میدم یه روزم اضافه تر میکنم که من ببینم بشه گیرم خب مثلا ببینیم چطور. بعد این رفت و دو روز کار کارش بود، یه روز یا دو روز اضافه گرفت اونجا موند و به اون زنگ زد و اونم آمد دیدش و خلاصه اینا با هم آشنا شدن و خیلی به من زنگ زد گفتش که بسیار به نظر من چون گفت سن من بچه نیست با اون سن که عاشق اون شد ولی این دختر بسیار دختر خوبیه شیز وندرفول گرل مام بات آی هاف تو تیک تایم فور ایت گفتم گفتم حتما باید تو نمیتونی مثل قبلا اشتباه کنی. خلاصه بعد این حالا در حدود از سپتامبر تا حالا این در حدود 4 بار رفته در اون شهر، شهر دوری نزدیک شما هست این طرف هست نه در این کانادا، در کانادا و نزدیک شما، ولی این ویرفته اونجا این دختر مرتب میره فرودگاه برش میداره بعد میره هتل میمونه روزا تمام مدت با هم برای 1 هفته با هم بودن. بعد به من وقتی که برگشت گفت که مامانی فکر میکنم حالا من نمیخوام اینو بهش کدم، گفتم تو الهلاکوی عقیدشون دیگه 500 ساعت اقل در همدیگه رو ببینیم. گفت خب یه هفته که ما همه هفته رو با هم بودیم و بسیار دختر خوبی و چون تنها هم دیگر دیدیم من باید ببینم تو اجتماع چطوره رفتارش چطوره داره بسن من هم که خود ترسید روی همش این در پس خلاصه الان در حدود سرکام اینا هر در همدیگه رو 5 بار دیدن و هر دستم که رفته چند روز مونده فقط داره اون رفته و اون دختر بگه بسیار بسیار دختر خوبی، خیلی خیلی خوش قلب آدمی نیست که من مثل یادش میاد از اون یکی دیگه بسیار کام نمیتونی مقایسهش کنی با اسم اون رو کسا نمیخواد بیاد خیلی از اون دلش شکسته شده. خلاصه گفتش که حالا قراره که این دختر خانم برادرش ازدواج کنه در اونجا و برای من دعوتنامه فرستاده که من مادر مجیدی برم سفندان و برای اینم که دعوتش کرده بیا عروسی پدر مادرش هم دارن میان برای عروسی. حالا این من گفتم گفتم من الان نمیتونم بیام برای که من نمیخواستم برم، گفتم من که اینا رو نمیشدم توی اون مهمونی که نمیتونم در مادر رو آشنا بشیم بخوام دیگه، چون پسرم میگه که فامیل دوتا فامیل خیلی مهمه که هم دیگه رو بشناسن تازه به این دوست داشته باشن که مخالف هستن بعدن چون این همین موضوع رو داشت مادرش باشه برای ما. خلاصه بعدن به حالا قرار ماه دیگه این برای عروسی این بره برای عروسی برادرش در 2-3 روز هم بیشتر تعطیل نداره بخواد بره سری تعطیل یعنی دو روز اونجا بمونه و در ضمن هم پدر مادر اینو میبینه هم در عروسی رو شرکت میکنه. من به خودم جان اگر هنوز شک داری نمیدونی که این آخر خوبه بگه تو هنوز تصمیمی نگیدی، گفتم من میخوام وقت بدم، گفتم خب آره فکر خوبیه ولی نرو عروسی رو نرو. گفت چرا نرم، دلم میخواد برم عروسی رو میرم در ضمن پدر مادرش رو میبینم و در ضمن میخوام خود اینم ببینم تو این جمعیت چطور رفتاری داریم. بعد گفتم باشه، بودم من نمیخوام دخالت کنم ولی من فقط میترسم که این دختر امید بدی بعدن این دخترم خیلی زنگ نه نه ببینید آخه سرکا خانم شما میگید دخالت نمی کنم ولی شما دارید من دخالت کردم نه نه ببینید نه قبول نکرد گفت من بند بچه نیستم که یک سالمه من نه کاری به بچگی ندارم. صبر کنید عزیز، صبر کنید، صبر کنید. آخه با این نگاه های که نمیشه نگاه دنیای ام این که نگاهی واقعی نیست. ببینید عزیز، اولا آدم ها میتونن به طرق و راه های مختلف با هم آشنا بشن. البته این که یه خانومی
شهادت بدن که این دختر خانم خوبه و خانوادهش خوبند و فلان و بهمان، هیچ معنایی نه. هیچ آدم ها برای اینکه پسر و زن بدن و دختر و شوهر بدن هر حرفی میزنن، برای مثلا متخصص نیستن، ای بسا واقعا هم نظرشون همونه، ولی از کجا میدن؟ اون دختر خانم هم که مثل پسر شما اون ازدواج بی خود رو کرده، نشون دهنده یه مقدار عیب و ایراداش هست، حداقل واقع بین نیست، مسئول نیست، مطالعه نمیکنه، تحقیق نمیکنه، این کارا رو کرده. بنابراین بی خودی یه نفعه از آدم ها یه چیزی نسازیم بعد توش گیر کنیم. پسر شما رفته چند بار این دختر خانم دیده، خوشبختانه حالا متوجه هستم، متوجه هستم تو این چند ماه هم با هم صحبت کردن، هم دیگر رو دیدن، به اندازه کافی آشنایی دارن. حالا حرف پسر شما هم درسته و اون این است که اگر یه جایی باشه که اعضای خانواده باشن، آدم ها با هم آشنا بشن، موارد مهم و اساسی هست یا عیب ایراد آدم ها تو اینجا نشون داده میشه. یعنی اگر من رفتم توی یه مهمونی با خانم آقای روبرو شدم، گفتگویی که با اونا داشتم نیم ساعت یه ساعت، به نظر آدم های به هر حال واقع بینی، معقولی، منطقی، مهربانی، مواظبی، مبادی آدابی دیدم، به هر حال یه علائمی است. اگر رفتم سراغ آدمایی که از همون ابتدا برخوردی که داشتن دیدم برخورد نامناسبی هست، به من به هر حال موضوعی مهم رو نشون میده. بعدم نه اینکه خانواده ها حالا بعدن باید با هم دوست باشن یا نباشن، ولی به هر حال یه فرصتی برای آشنایی دو تا خانواده میده و یکی از اون مواردش بهانه است. بخاطر اینکه شما به دلیل رفتن با یه دختر یا به عروسی یا پدر و مادر هم دیگردن به دختر امید میده، خب بدید پسر شما هم داره امید پیدا کنه، بعدم امید به هم میرزه، خب بریزه. وقتی که دو تا آدم با هم آشنا میشن، اگر دادن بدن دیدن که به درد هم نمیخورن، خب جدا بشن. این بیخوری چرا؟ خب با شما بیخوری چرا حالا بازی در میارید که اگر من اومدی؟ من گفتم که اگه تصمیم کامل نذاری این دختر رو زیاد نده. سرکار خانم آخه نصب کنید، باز شما ایشو قرار نیست تصمیم کامل داشته باشه. جای تصمیم کامل داشته باشه دیگه دیدار اصلا چه فایده‌ای داره؟ تصمیم کامل یعنی چی عزیز؟ تصمیم کامل وقتی پسر شما میگه من دلم میخواد این دختر خانمو تو جمع ببینم، تو روابطش با سایر آدما ببینم، برخوردار ببینم. بنده اگر این سی دی ویدیو های من، چون به نظر میسه که این با آن آشنا هستید، معتقدم با کسی که میخواید ازدواج کنید باید در این باره تحقیق کنید، باید شبکه دوستاشو ببینید، باید تو خانواده اون آدم برید، برخورد خانوادگی رو ببینید، شما باید این آدم رو دور موارد و شرایط مختلف ببینید تا بدونید انسانی که در جاهای مختلف جنبه های متفاوتی از ویژگی های روانی و اخلاقی و شخصیتی خودشو نشون میده کی هست. ما اون مجموعه رو اونجا میتونیم پیدا کنیم. بنابراین و بعدم رفتن یه دیدار، اونم پسر شما بعد از این مدت از یه کسی خوشش آمده، تا به حالم فکر میکنه یه رابطه مناسبیه، حالا میخواد خانواده ها با هم آشنا بشن و اون دختر خانم رو توی محیطی ببینه. اگر برای شما امکانی داره و براتون ماجرای ازدواج فرزندتون مهمه، او هم فعلا عیب و ایرادی نمیبینه، خب برید اونجا، شما هم با خانواده آشنا، شما ممکنه برید با خانواده آشنا بشید، فکر کنید اصلا اینا خانواده اصلا به درد شما نمیخورن، به شما نمیخورن، اصلا با یه باورها و اعتقاداتی اصلا جایی ندارن، یا درست برعکس، میبینید چقدر شباهت و مانند شما دارن یا مانند شما هستن. خیلی خب، بنابراین شما هم در این زمینه مخالفتی ندارید، هنوز اون دو نفر هستن که باید همدیگه رو بشناسن. بنابراین من فکر نمی کنم که ندارید. این اسپر برای ایام عید نوروز یه هفته اومد اینجا، اومد از یه فامیل هم داره تو تورنتو، اومد اینجا، پلو اونا بود، بعد دختر پسر من میرفت هر روز صبح اینو برش میداشت، میرفتن بیرون، بعدم برای مهمانی های نوروز اینا همه چه این آورد و هر کسی این چیز کنن چقدر همه گردن گردن این واقعا این فقط این در راجانی چقدر این مهربونه با همه، خیلی حال معاشرت اوپنه، خیلی اوپن هست، یعنی توش قلقش نداره. آخه سرگاه خانم ببینید، با سب کنید قربونتون، سب کنید عزیزم، آدم ها تو این روابط سطحی هیچی نمیفهم، بنابراین هی به اینا شما میتونید به من بفرمایید. ببینید باز اینا مسئله، شما میتونید بفرمایید که این دختر خانم رو ما دیدیم، بقیه دیدن، از اون ظاهرشون مردم احساس داشتن که به نظر دختر خوبی میرسه، روابط اجتماعیش، برخوردش خوب است و درست. اینکه قل و قشی نداره هیچ کس نمیدونه، پس اونو بذارید کنار، چون بعدن خیلی خوب، نه بعدنش هم نه امروز راهی هست که بتونه آدم بفهمه، ولی میخوام بگم در این روابط صدی و تو مهمونی ها آدم ها چیزی نمیفهمن. به علاوه مردم های دوست داشتن که پسر شما ازدواج کنه که قالب آدم ها دارن، خب معلومه، نگاه میکنن بعدم همه دلشون میخواد ازدواج رو جوش بدن دیگه، همه ازدواج رو میخوان هول بدن، اونا ملاک نیست. ولی شما من میفرمایید این دختر خانم ظاهرش و برخوردش و ارتباطاتش خوب بود، چه خوب، بنابراین این هم یه امتیاز دیگری است و
برای این دختر خانم، ولی اینکه توی مسئله روشن بشه تصمیم قطعی و نهایی رو به دنبال خودش داشته باشه نداره. حالا پسر شما هنوز جای گفتگو داره بین اون، ولی اگر اون دوتا به نتیجه رسن که به هم میخورند و به درد هم میخورند و همدیگر رو دوست دارن، شما هم عیب و ایرادی نمیبینید که جایی برای گفتگو باقی نمیمونه. الان من میبینم که واقعا این اونو خیلی دوست داره، اونم خیلی اینو دوست داره و میگه اون کسی تو زندگی میخواستم همین بوده، میگه من با اون ازدواج تلخی که داشتم رحشت ازدواج داشتم. ببینید سرگاه خانم، سب کنید دستم به دامنتون. حتی بعد از 6 ماه بعد از ازدواجم این مقایسه رو باید ریخت دور. شما هنوز بعد از 12 سال شما و پسرتون این ول نمی‌کنید؟ خب راه کنید اون ازدواج، این ازدواج چیه؟ اون دختر خانم اذیت میشه. آخه این که کار درستی نیست که هی برگردیم بگیم من مقایسه. اصلا ایشون چرا باید اینقدر در اون ازدواج بمونه؟ تو اون ازدواج موندن عیب ایشونه. 6 ماه بوده. ای نه مثلا میگم بعد از این همه مدت عزیز، آخه آدم قرار آدم عزیزش رو میمیره میبره تو قبرستان خاک میکنه میاد بیرون، ما یه کسی 10 سال قبل به اون آسیب زده با خودمون هی جنازه شو این ور اون ور میکشیم، هی آدم ها رو با اون مقایسه میکنیم. رها کنید، یعنی این از پسرتون بخواید که دیگه این بعد از اون رفته به درس خوندن، درس خوندن خب ای به ایشونه عزیز من اگر غذا خوردم مسموم شدم که دیگه نمیگم غذا نمیخورم، حالا میرم یک کچلوار میخرم. ببینید من با این نگاه شما الان دو تا به هم بی نهایت علاقه مندن، در میگه من در حدود اقلا تو میگی 500 سال شد 400 سال با این بودم، چون تمام روز با هم بودم تا آخر شخص این هتل میره تو اون برده کنم. من مسئله ندارم سرگاه، مدت همینطور بود مرتب با هم بودن، ولی تو جمعیت ما که فامیلوی منم که اینجا هستن، وقتی اونجا هم آمد که نوروز بود دیگه آمدن اونجا همه، یک نفر همه ای فامیلی وقتی اینجا گفتن خیلی خیلی. حالا شما به من بگید که با توجه به اینا پرسشتون از من چیه؟ ممنون میشم. پرسش من اینه که آیا این مدت حالا این میخواد عروسی بره و به اونام گفته تا مادر من با پدر مادر تو نبینن همدیگر رو، من تصمیم ازدواج نمیگیرم، چون این خیلی مهمه که من نمیخوام دو تایی از اختلافی داشته باشن که اون دیگه داشت برای ما، نمیخوام که بعدن اون ناراحتی ها پیش بیاد. ولی هم گفته باشه صبر تا آمدی برای عروسی بیا، فقط چون وقتی هم که نوزاد مامان داره که برای عروسی بیاد، یعنی پسرم گفته اگه مامانم برای عروسی بیاد ما وقت ندیم، من 3-4 روز بیشتر نمونم، اونم کوالیتی تایم نداره با اونا صحبت کنه، بگه اینقدر سر اونا شلوغ و جشن و پستر از این چیزا دارن، بنابراین بذار بعد از عروسی که تموم شد بعد یه ماه دیگه من ممکنه چند روز بیام، من مادرم بیارم، با مادرم بیام اونجا در هتل میمونیم، بعد هم روزا میایم در شما که تنها باشین همدیگر رو بشناسن تا اندازه، یعنی با هم ببینین رفتار اون مادر و پدر شده من چی به پسر من، در منم ببینم در چه حالتی اونا هستن. در دخترش که من واقعا قبلا دوست دارم و که خیلی دیدم کسانی رو که از اول سرگاه خانم سوالتون از من بگید. آخه این اظهار نظر و قضاوت های شما اذیت نشید، هیچ درست نیست. شما قرار پدر و مادر ببینید عزیز، شما قرار ببینید که اون خانواده در ظاهر موجهن، اینکه از شما خوششون بیاد یا بدشون بیاد، آدم هنوز میتونن خوششون بیاد یا بدشون بیاد ولی مسئله ای نداشته باشن، به هر حال کسی نگفته آدمو با چای، ولی یه کلیاتی رو به شما یاد میآموزه. حالا اینکه شما فکر میکنید در یه شرایط یه مقدار شلوغی مثل عروسی اونقدر فرصتی برای دیدار آشنایی نیست، حرفتون رو میفهمم، خب یه وقت دیگه میخواید برید برید اونش مسئله نیست، ولی چون آخه استدلال شما باز این بود که به دختر امیدواری داده نشود چون در عروسی ما ظاهر میشیم، حالا من میترسم اون دل شکسته خب بشید، چون میگم آخه سرکار خانم شما که نمیتونید بگید پسر و دختر چون ممکنه بعدن با هم ازدواج نکنن و دلشان شکسته بشه بهتره با هم با صحبت نکنن، آخه اینا معنایی نداره. بنابراین نه من به پسرم هیچی نمیگم، این فکر خود منه. نه فکراتون هم نگه دارید، این فکرها کار دستتون میده، آخه این فکرها درست نیست قربونتون. بله چون منم از خیلی ترسیده از اون ازدواجی شدم، همش میگم که نکنه تظاهر میکنه، ولی این همه میتونن بکنن سرکار خانم. هیچ شما اگر اون تجربه قبلی هم نداشتید، آدم که با یه تجربه قانون نمیسازه، من اگر یه اتومبیل مشکی گرفتم تصادف کردم که نمیگم اتومبیل مشکی سابقه، نه رها کنید، اینقدرم هی سراغ اون ازدواج نرید، آدم ها رو اذیت میکنید، دختر رو اذیت میکنید، خانوادهش رو اذیت میکنید، اون ازدواج تموم شده رفته، شما تنو چرا با خودتون این جنازه رو این ور اون ور میکشید عزیز؟ مثلا تعجب میکنم، اونو فراموش کردم، ولی این نمیخواد. شما فراموش کردید، شما توی صحبت 20 دقیقه با من 10 دفعه موضوع شو آوردید عزیزم. فرام منظورم اینه که این ازدواجی که الان این دلش میخواد بکنه به خرجی هم خیلی خوشش اومده،
حالا شما سوالتون خودت در بوده سرگاه خانم سرگاه خانم اینقدر برای دوستانی که برنامه رو میشنون در راهنمایی نکنید راه کنید سوالتون از من چی عزیز سوال اینه که ما عروسی بریم یا بعدش بریم هر کدومش باش راحتید فرقی نمیکنه هر دو تا استدلالتون درسته این که خانواده رو در جمع و گروه دوستان ببینید یه کمکی میکنه برای شناختن یه مقدار روابط این که بعدش برید وقت بیشتری داره شاید بله والا آدمایی که میخوان برن عروسی شب میرن عروسی که تمام روز که گیر و گرفتار نیستن و بعدم خود اون گیر و گرفتاری بیشتر فرصت میداده اگر کنارشون باشه بشناسدشون که برای حل این مسئله یا اون موضوع چه میکنن بنابراین بهانه نکنید اگه آمادگی دارید برید برید اگه آمادگی ندارید بعدن برید بیخودی هم داستان امید دارید من آمادگی ندارم ولی دلم میخواد ببینم شد تموم شد عزیز عزیز سرکار خانم سرکار خانم سرکار خانم سرکار خانم یه چند ده نفری چند هزار نفری چند صد هزار نفری در این برنامه رو میشنون مسائل عادی و معمولی رو که قرار نیست مطرح کنید خیلی خوب این موضوع مهم نیست برای شما مهمه برای بینندگان و بنده که مهم نیست شما تصمیم گرفتید برید فکر کردید هم الان آماده نیستید بهانه هم نکنید اون موقعی که دلتون میخواد برید چون به نظر من شما متاسفانه دلیل رو با بهانه اجتماع میکنید دلایل شما یه چیز دیگه است آمادگی ندارید حتی بهانه میکنید برای امید و امید نه آمادگی برای این دارم چرا خیلی دارم خیلی دلم میخواد که این واقعا ازدواج این دلم میخواد که خدا کنه من راجع به آمادگی رفتن سفرتون عرض کردم رفتن من الان من چون یک کسالتی دارم که مرتب تحت خب. نظر دکتر رفتم اینا تا یه ماه دیگه حالا یه خواهشی هم ازتون دارم شما اینقدر هم حرف و گفتگو رو در بحثاتون با عقاید خودتون زندگی نکنید پسر شما به نظر من وابستگیش به شما ناشی از این همه حرفای شماست ازشون بخواید اگر در مواردی شک و تردید دارن برن دوتایی با یک کسی هم صحبت کنن غیر از پدر و مادر که مطمئن بشن اون ازدواج قبلی و ویژگی‌های روانیشون با هم همخوانی داره ما امروز هم... اگر برن خیلی بهتر است ببینن منم اتفاقا فکر میکنم 26 در مونترال هم 27 هم 27 می البته نه اینا اینجا نیست نه من کاری به شما ندارم گفتم فقط فرصت بشه که در تورنتو خواهم بود برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم برحال امیدوارم که تنها با شما صحبت کنه نه متاسف نه اگر روی خط هر وقت باشه نه هر وقت نه روی تنهایی و ایناش بندگی متاسفانه اگر دوستان رو خط رادیو تلویزیون تشریف بیارن در خدمت شما هستم برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید همسر جون راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید 818-450-6744 لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید همسرجون.com به دنبال درآمدی روزافزون هستید شما با فراگیری خرید و فروش درست شاخص‌ها در بازار سهام و آشنایی با نبض بازارهای مالی در bullseyetraders.com فقط با استفاده از کامپیوتر خود درآمد احتمالی 500 تا 2000 دلار در روز را تجربه خواهید کرد. در بازار سهام شانس نقشی در موفقیت شما ندارد. بلکه آموختن صحیح خرید و فروش شاخص‌ها در bullseyetraders.com است که برای شما موفقیت زیادی را به همراه خواهد داشت. من فرامرز بهتاشار از شما دعوت می‌کنم یک روز به طور رایگان در کلاس‌های ما شرکت کنید تا با چشم خود آن را ملاحظه کنید. bullseyetraders.com راهی برای موفقیت شما. انتظارها به پایان رسید و رویاها به حقیقت پیوست. بار دیگر آژانس مسافرتی امیری اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی با 48 سال سابقه درخشان برگ برنده دیگری را رو می کند تور بزرگ امریکا بدون واسطه و مستقیم از ایران
شامل اخذ ویزای 6 ماهه توریستی، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های 5 ستاره، تورهای تفریحی و ساحلی کنار دریا و دیدن شهرهای بزرگ امریکا، واشنگتن، نیویورک، سان فرانسیسکو، لاس ویگاس، لاس آنجلس و عروس جزایر دنیا هاوایی. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و به امریکا سرزمین فرصت‌های طلایی بیایید. تلفن‌های تماس 201-818-758-2626 و 201-818-802-2086. آژانس مسافرتی امیری. با جواهرات انجی بدرخشید، زیبایی، شکوه و شیک پوشیدن را تجربه کنید. جواهری ناب اولین فروشگاه اینترنتی در ایران می باشد. دوستداران جواهری ناب می توانند نظاره‌گر برنامه‌ها از طریق تلویزیون‌های ماهواره‌ای، فیسبوک و یوتیوب باشند. دفاتر NJ سفارشات شما را در آمریکا، کانادا و دبی طی 3 روز کاری ارائه می‌دهد. طراحی زیبا و کیفیت عالی فقط در NJ. با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این CD ها و DVD ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید. الو، سلام علیکم. سلام، بفرمایید. ممنون هستم آقای دکتر. بله، بفرمایید. خیلی ممنون. من یه سوالی داشتم از حضورتون، البته سیریاتون هم گوش کردم. راجع به دخترم، 13 سالش میشه. دختر من یهو خیلی علاقه من شده که راجع به سکس حرف بزنه و لباسایی رو که انتخاب میکنه خیلی خیلی بدجوره. مثلا همش
شورت های خیلی خیلی کوتاه و خیلی تنگ میخواد اونجوری بره مدرسه، مقررات مدرسه اجازه نمیده. بعد در رابطه با انتخاب دوست و بودن با دوستاش هم مشکل داره. دوستان اکثرا میاد میگه که منو توی گروه حساب نمی کنن، نسبت به من مین هستن. و توی خونه خیلی آرگیو داریم با هم دیگه، سر هر چیز کوچیکی پیش میاد صداشو بلند میکنه، با برادر کوچیکش خیلی بدخلقی میکنه، هرچی میشه فکر میکنه که مثلا برادر کوچیکه 4 سال ازش کوچکتره، فکر میکنه اون عزیزتره، در حالی که ما بیشتر وقتمونم برای این میذاریم ولی اصلا اون قسمت رو نمیبینه. من حالا نه ببین مسائل با هم مخلوط نکنی، صبر کنی صبر. بله. اولا شما این دخترتون که 13 سالشه حرف راجع به سکس میزنه یعنی چی؟ بله، این تکس هایی که میفرسته برای دوستاش یا روی فیسبوک اینا که میره همش میبینی که کلمه سکس و راجع به سکس و اینها، حتی روی آیپادش مثلا چیزی که داره، تصویری که داره سکس، کلمه سکس، یا میریم کتاب فروشی جایی مجله چیزی میبینه این تصویرای سکسی و نمیدونم کلمه های سکس. خب حالا از که اجازه بده فهمیدم از کی این حالت درش اینقدر آشکار و پنهان شده، چه مدتی است؟ از وقتی که این مدرسه میدل اسکول رو شروع کرده. اوکی، به من بفرمایید که این که میگید میخواد لباس های این چنین یا آنچنان بپوشه مدرسه باش مخالفن، مدرسه باش چه میکنه وقتی که لباس نامناسب میپوشه؟ مدرسه اجازه نمیده، میفرسته خونه بچه رو. مثلا شورت هایی میتونه شورت یه خورده بلندتر بپوشه ولی این میگه که نه، من باید همون شورت، مثلا شورتی که برای ژیمناستیک یه دختر بچه میپوشه، میگه که من میخوام اونو بپوشم. نه اجازه خب مدرسه قبول نداره. یا لباس های رکابی، رکاب باید در یک اشل خاصی باشه روی شونه بچه. بسیار. اصرار میکنه که اونو میخوام بپوشم. میگم نه. خب بعد توی سرگاه خانم نه بذارید سوالای منو جواب بدید، چون ببینید این برنامه مال بقیه هم هست، این توضیحات بیش اضافهش فرق نمیکنه. حالا شما من بفرمایید که دختر شما چند اندازه اصولا این ماجرای جلوه‌گری و نمایش و این که خود نمایی بکنه قبل از این ماجرای سن 12-13 سالگیش، تو 5 سالگی 4 سالگی 7 سالگیش هم بود که مثلا به نوعی بخواد خودشو نشون بده، نمایش بده، توجه رو بگیره، چند روزه اینو داشت؟ نه خیر نداشت. من همیشه آرزو به دل داشتم که این بره مثلا یه خود خودشو نشون بده ولی هیچ وقت این کار رو نمی کرد. خب مثل که آرزوی شما برآورده شده، من نمی فهم یعنی چی. به من صبر کنید، به من بفرمایید که رابطش با برادرشو گفتید با اون چیز میکنه، ماجرای اومدن برادر چقدر در اون دوران اگر یادتون میاد روش اثر گذاشت، برای که فاصله 4 ساله میتونه فاصله تحریک کننده و یا حسادت برانگیزی باشه؟ بله، اون موقعی که برادر به دنیا میومد ما چون هیچ دوست و فامیلی کسی نداشتیم که از دختر کوچیکم و دخترمو بذارم پیشش که مثلا پدر با من بیاد بیمارستان، اون یکی دو شب اول دختر من خیلی اذیت شد. گذاشتیمش پیش یه دوست امریکایی داشتیم، دوست دوری هم بودن ولی به هر حال ازش خواهش، چون من احتیاج به جراحی داشتم سزارین سر بچه دوم، ایشون لطف کرد بچه رو برای چند ساعتی قبول کرد. بعد یکی دو شب که من بیمارستان بودم این همیشه پیش من بود، هیچ وقت پدر با پدر نبودش، تنها همیشه پیش من بودش. اون یکی دو شب تنها مون با پدر و من میباید با این بچه کوچیکه باشم تو بیمارستان. بعد هم رفتیم خونه، خب من بیشتر باید نه بچه من عرضم اونقدر، حالا جزئیات رو نمیخوام، نه عرض من این بود نه سب کنید یه ذره کوشش کنید که داستانها رو نفرمایید، ببخشید منو، سوال منو جواب بدید. میخوام بگم این بچه چقدر اومدن برادر اذیتش کرد، جزئیاتشو نمیخوام، و حسادت و رقابتش رو شما یه جوری میتونستید ببینید. زیاد خوشش نیومده من نمیادم. بسیار خوب، حالا به من بگید که به شما نزدیکتره یا به پدرش؟ به من نزدیکتره. اصولا در خانواده پدری و مادری و خود شماها اصولا افرادی که از نظر جنسی فعال باشن و تو این زمینه شناخته شده باشن هستن؟ یعنی بگید مثلا این فامیلیست
که مقدار با توجه به مقایسه‌ای که می‌کنید، چون اینا برخی از اوقات زمینای ارثی داره، من می‌خوام ببینم آیا دختر شما میتونه تمایلات جنسیش یه ذره بیش از حد باشه یا این تمایلات جنسی نیست، تمایلات خودنمایی، جلوه‌گری و نمایشه. والا همه فامیلای من توی ایرانن و طبق اشلایی که توی ایران میگذره آدم نمیتونه ببینه، چون اینقدر پنهانکاری هستش. یعنی من در رابطه با برادر خواهرای خودم ندیدم در این حد. حالا اگه پنهان شده باشه. نه فهمیدم. نه من میفرمایید که نمیدونید. اوکی. به من بگید که آیا دختر شما با پسر یا پسرانی است که رابطه داشته باشه یا فقط این حرفا رو با دخترها میزنه از طریق فیسبوک و یا به هر حال از طریق تکس؟ بله، فقط با دخترها میزنه، ولی خیلی آرزو داره که دوست پسر داشته باشه و داره خیلی تلاش میکنه که مثل دوستان دیگه‌اش که دارن دوست پسر داشته باشه، ولی به نظر میاد نمیتونه جلب کنه پسری رو. چرا؟ نمیدونم چجوری کمکش کنم یا نکنم و چه کار باید بکنم. نه به من بفرمایید که میبینم که داره سافر استراگل میکنه برای داشتن یه دوست پسر. سرکار خانم، اگر من برای خوردن زهر دارم کوشش و تلاش میکنم و بقول شما استراگل میکنم، من که قرار نیست برم به کمکش. نه یه ذره صبر کنید عزیز. من نخیر نمیخوام کمکش کنم. آقا داری سوال میکنید. نه صبر کنید، شما هم خودتون خیلی واقع بینانه موضوع برخورد. به من بفرمایید که دختر شما از نظر درسی چطوره؟ ظاهرا درساش همه ایه، یکی دوتا بی داره و همش ایه و معلم ها از دست شکایتی ندارن طبق اشلای اینجا، میدونین؟ نه فهمیدم. حالا بله. نه. دوم، چقدر اهل ورزش و اسپورته؟ والا من هر روز دارم میبرمش ورزش، حالا اگرم نخواد میبرم، ولی بعد خوشش میاد، یعنی اون احساس بعد از ورزش رو خیلی دوست داره. اولش خود غر میزنه که اینجام درد میکنه اونجام درد میکنه، حوصله ندارم، ولی به هر حال من میبرمش، ولی بعدش خیلی خوشخلقه و نمیدونم خیلی بگو بخند و خیلی خوشحال از اینکه رفته و اومده. نه قصد من ورزش های جمعیه مثل بسکتبال و فوتبال و اینجور چیزا. بله بله میره. اوکی. سال بعدی من، ظاهرش و بدنش آیا رشد یه دختر حالا نزدیک به بلوغ داره یا این که هنوز به صورت یه دختر بچه است یا واقعا به صورت یه زن به یک اتوار نزدیک به بلوغ؟ حالا آرزوش اینه که پسر بسری دوست پسرش باشه، در حدی که شما میدونید با اون پسر میخواد چه کنه؟ اینو من زیاد کنجکاوی نکردم. خب میخواد باش دیت داشته باشه، میخواد بره با پسره بیرون توی مال راه بره حرف بزنه. به من بفرمایید شبکه دوستانی که میشناسید ایرانی هن یا امریکایی هن؟ امریکایی هن. و این بچه های امریکایی به خانواده های خوب با یه اصولی تعلق دارن یا بچه های راها و ولی هستن؟ والا بله، مثلا این دوستش مادرش روانشناسه، بعد پدرش دکترای فیزیک داره، بعد دوستای دیگه هم همینطور خیلی ظاهرا پدر مادرای متعهد و خوبی هستن. آیا بقیه بچه‌ها مانند دختر شما همین حرفا رو میزنن و همین کارا رو میکنن؟ بله، مثلا همین نزدیکترین دوستش دوست پسر داره و اون همین هفته گذشته دیت خودش رو انجام داد و خیلی هم خوشحال. دختر من فکر میکنه که خیلی عقب مونده از قافله. چقدر دختر شما حالت رقابت و مقایسه ای داره؟ دختر من تا زمانی که تا قبل از این سنش اصلا رغبتی به رقابت نداره، یعنی حتی تو این بازی های ورزشی اینا هم که میذاریمش همش باید بهش بگیم تا دختر هم بود و سعی کن توپو بگیر، با دوستای همتیمیات همکاری کن، هیچ رغبتی نشون نمیده که مربی بگه چه مثلا تماشاچی ها. ولی الان در رابطه با این مسئله خیلی رقابتی شده، میخواد که ببره، میخواد نفر اول باشه. به من بگید شبا خوابش چطوره؟ خوابش خوبه، وقتی ورزش خوب میکنه کاملا خسته است. و از نظر غذا و تغذیه مواظب خودشه یا رعایت نمیکنه؟ والا زیادی میخوره. آیا اضافه وزن داره یا نداره؟
دکترش میگه که نداره، ولی به نظر من یه مقداری وزنش الان زیاده. خودش از نه سرکار خانم، تو رو خدا نرید حالا دکترش چی گفته نگفت، دستم به دامنتون. شما چقدر توصیفی هستید. نه سوالا رو جواب بدید. دکترش گفت، دکترش مطبش اونجاست. نه دیگه، نه آخه ولش کنی، نه بذار. آیا از ظاهرش، صورتش، بدنش خوشحال و راضیه یا نه؟ نه خیر، متاسفانه بدنش مو داره، خیلی زیاد نیست، موهاش هم روشنه. بعد موهای ابروهای خیلی پری داره، متنفره، میگه من میخوام ابروام نازک نازک باشه مثل مال امریکایی‌ها. نمیدونم این چیه، من ابرو دارم، چرا اینجا مو داره، چرا اونجا مو داره. مرتب همش میخواد موهای تنش رو بکنه و خودش رو، حتی من احساس میکنم که اینقدر بدنش رو سعی میکنه به تراشه، زخمی هم میکنه. به من بفرمایید، تو خانواده پدری و مادری در حدی که شما میدونید افسردگی داشتید؟ من مامانم یادم میاد وقتی که توی ایران بودم، برادر من سرباز بود و اسیر شد و تو دوره اسارت مامان من دچار افسردگی شد. میتونیم اونو حساب کنیم؟ نه اونو نه، اون نه، منزله ارسی یا اینکه نه. دیگران رو من تو خانواده خودم ندیدم که حالت خانواده همسرتون چی؟ اونا رو هم من زیاد راستش رو ندیدم. من فقط ازدواج کردم، اومدم شوهرم رو دیدم و مادر شوهرم، و بقیه توی ایالت ها و کشورهای دیگه ای هستن. جز تلفنی تماس دیگه ای باشون نبوده. نظر همسرتون درباره دخترتون چیه؟ نگرانش هست، نیست، ناراحت از این وضعیت نیست؟ چگونه؟ بله از این وضعیت ناراحته، ولی چیزی که هست مثل پدرای امریکایی که ما همه دوروبرمون امریکایی هن، حالا نمیدونم میگم متاسفانه یا خوشبختانه، خیلی دارم سعی میکنم دوست ایرانی سن و سال خودش براش پیدا کنم، هنوز موفق نشدم. حالا پدرایی که هستن دوروبرمون خیلی به دختراشون میرسن، یعنی همیشه با دختراشونن میبرن. حالا میشه راجب دخترای امریکایی سر راجب خودتون بگید سرکار خانم؟ بله، یعنی میگم که متاسفانه ما اینو نداریم، دختر من اینو نداره. شما میتونید بگید دختر من حرف نمی کنه با دخترش تو سرکار خانم. شما میتونید بفرمایید که شوهر من وقتی برای گذاشتن ارتباط با دخترش رو نمیذاره، تموم شد رفت. دختران پسران مردای امریکایی، ببینید اینجوریست که آدمای دوربرتون نمیدونن باید با شما چی کار کنن. یعنی این حالا چون خودتون یه مقدار علامتای منیک و شیدایی نشون میدید، آیا دخترتون هست که برخی از اوقات غمگین باشه، بی‌حوصله باشه، بعضی از اوقات پر انرژی و پر جنب و جوش و فعال باشه؟ اکثر اوقات پر جنب جوشه، و موقعهایی که من باهاش یه مقداری جدل میکنم سر همون مسائل لباس و اینها، غمگین میشه. بله ببینید، علائم یه مقداری، علائم حالتهای شیدایی و سرخوشی و افسردگی رو البته فقط از این دید نشون میده، یعنی منیک دیپرشن رو، چون در خود شما یه مقدار گرایش های حتی الان حالتهای منیک و شیدایی و پراکندگی ذهنتون و رفتن دنبال صحبت ها هست. به نظر من شما و همسرتون اگر ایشون موافقت کنن باید برید یه دکتری رو ببینید، اول شما دوتا یه ساعتی درباره زندگی و مسائلتون حرف زدید، و بعد دخترتون رو باید ببینند. این شماره یک، چون من فکر میکنم این مقدار این همه تغییرات و دگرگونی ها که قبلا خاموش بوده حالا به جنب و جوش افتاده میتونه تظاهرات منیک دیپرشن باشه، و اگر این باشه این مقدار موضوع و مسئله متفاوته. دوم، بدون این که واقعا او رو در جهت این هرسی که همکنون میزنه برای ارتباط با جنس مخالف و معلوم نیست با چه ذهنیتی داره این کارو میکنه و چند روزه میدونه داره چه کار میکنه، اگر میتونید از نظر ظاهرش در حدی که معمول و معقوله کمکش کنید بکنید. یعنی اگر فرض کنید موهای زائدی وجود داره یا خودش متوجه هست که ابروهاش درست نیست، خب درست کنید، هیچ دلیلی نداره. من دارم این کارو میکنم، اتفاقا سی‌دی‌هاتونو که گوش کردم بلافاصله دست به کار شدم آقای دکتر. حالا به هر حال، یعنی میخوام بگم که تو اون زمینه کمکش بکنین، چون معمولا آدما برخلاف تصور مردم به میزانی که احساس خوبی راجع به خودشون نداشته باشن خودشون رو در اختیار دیگران میگذارن. روزی که آدم یه مقدار احساس خوبی راجع به خودش داشته باشه یه جایگاه و پایگاهی برای خودش انتخاب میکنه که متفاوت از راضی کردن دیگران. به همین جهت است که من فکر کنم اونو مواظبش باشید، ولی به نظر میرسه
که به دلیل نوع فاصله‌ای که بین شما و همسرتون هست که حالا شما در ارتباط با دخترتون گفتید یه کمی شما دست تنهایید و دختر شما به حساب خودش خواسته انتخابا و تصمیمای زندگی رو خودش بگیره و به این نتیجه رسیده که الان موضوع مهم و اساسی که میتونه ناشی از ترشح غدد و هورمون‌ها و به هم ریختگیش باشه مسائل ظاهری و جنسیشه و خب این تو این سن و سال خطرناک میتونه باشه چون میتونه مورد آسیب قرار بگیره. یعنی یه راهنما میخواد. اینکه شما به عنوان مادر بتونید کمکش کنید یا همسرتون کاملا بعید میدونم مثلا فراموشش کنید. اگر بتونید یه روانشناس خانم، حتما هم باید خانم باشه، یه روانشناس خانم حالا یا امریکایی یا کانادایی یا به هر حال ایرانی فرقی اون نمیکنه پیدا کنید که شما و همسرتون صحبت کنید، یه کمی دخترتون رو به اون بسپارید. یعنی اونا هفته یه دفعه هم دیگر ببینن، نه به خاطر روان درمانی، نه به خاطر نمیدونم تراپی، نه به خاطر اینکه دخترتون موضوعا و مسائلی رو که در جامعه و دور برش هست رو با او در میان بذاره و او با یه دیدی که به مسائل متفاوت از شما نگاه میکنه و آگاه تره بتونه کمکش کنه. چون دختر شما الان یه اتومبیل بدون ترمز شده و میتونه به در و دیوار بزنه و به خودش آسیب بزنه. من نگرانیم اونجاست، برای که این حرفا حالا صرف نظر از اون زمینه منیک دیپرشن که به نظر من شاید خفیفش باشه برای که اون علایم مقدار با اون هم میاد و زیر مقدار برهم خوردن تعادل در حقیقت بیوشیمیایی مغزش و هورمونی و اینا یه مقدار دست به دست هم دادن. ولی خب هر دلیلی که هست به گونه ای که شما دخترتون رو توصیف میکنید میتونه به زحمت بیفته، میتونه گرفتار بشه، میتونه بیفته، یعنی میتونه یه فرض کنید رابطه ای رو با یه پسر برقرار کنه، بعد مثلا اون پسر به دلیل اخلاق و خلقیاتش رهاش کنه، بعد بیفته و ما گرفتار بشیم. بعدم اینکه فکر میکنه بچه ها باش اونقدر دوست نیستن، یه کوشش مضاعفی میکنه برای اینکه اینقدر به هر حال متفاوت و یا به نوعی عجیب و غریب جلوه کنه که توجه دیگران رو جلب کنه و این میلش به خودنمایی میتونه کار دستتون بده. یعنی ایناست که غالب اوقات در حقیقت دهن بازی است برای آدمایی که قلاب رو انداختن و بگیرنش و چون به هر حال دختری است تو این سن و سال، اونم تو اون جامعه، من نگران روابط دوستانش نیستم، نگران آسیبا یا نتیجه گیریاش هستم. اینی که این راه رو بدون کمک نمیتونید برید عزیز، یعنی اصلا فکر نکنید شما و همسرتون با حرفا و بحثا و توضیحات توی چنین شرایط حساسی میتونین رو کمکش کنین. که من اگر جای شما باشم یه روانشناس خوب پیدا میکنم، هر جورم شده دخترتون راضی میکنین اونجا بره، نه به دلیل اینکه عیب داره، ایراد داره، درستش کنن، خوبش کنن، نه، من میخوام یه راهنما داشته باشه، یک مخصوصا اگر این دختر روانشناستون جوان باشه، مثلا سنشون زیر 40 سال باشه، خیلی بهتر است که بتونه نه رفتار مادرانه بلکه رفتار نوعی دوستانه و خواهرانه با او پیدا کنه و کمکش کنه. اگر راه رو با کمک روانشناس که هفته یه دفعه ببینتش، و بازم تکرار میکنم انتظار نشید بره دخترتون رو خوب کنه تحویل شما بده، نه، فقط دخترتون رو کمک کنه که تو انتخابات روزانش به هر حال چیزی رو بر بگزینه که او رو به زحمت و گرفتاری نمیاندازه و خطری رو برش به وجود نمیاره بردید و الا خود شما از عهده کاری بر نمیاد. در این گونه موارد هم طور که عرض کردم کمکش بکنید که ذره واقع بینتر باشه. با برادرش هم فاصلهشون رو زیاد کنید، چون این پسر 9 ساله شما با او میتونه به دلیل اون کم بخواد خودش رو یه جوری پیدا کنه، به جنگ خواهر بره و یه جوری خون همدیگر رو بریزن بدون که ضرورت داشته باشه. پسرتون رو مشغول دوستاش کنید که با دوستای پسرش بره و جدا باشه، دخترتون هم جدا، کاری به کار هم نداشته باشن، بیشتر و بهتر بعدن به هم میرسند و دوست هم خواهند بود و خواهر و برادری خواهند کرد. الان تبدیل به دشمنای هم میشن و میتونه مسئله آفرین باشه. بنابراین فکر این که باید هر چهارتامون با هم باشیم و از ذهنتون بیرون کنید، بذارید هر کسی جدا جدا راحت و آسوده زندگیش رو بکنه. و به هر حال دو مورد دیگرم اجازه میفرمایید مثلا بفرمایید دوستانش. من تو سیدیای خودتون فرموده بودیم دوستانش رو من دعوت میکنم، من سعی میکنم دوستانش رو تا جایی که میتونم دعوت کنم، ببرمشون مال، ببرمشون رستوران، همه با هم، ولی اینا یه جوری هن که مثلا فرداش انگار اصلا نمیشناسن دوستشون رو که دیروز خونش بودن، میدونید؟ بعد این خیلی دلشکسته میشه دختر من. نه ببینید دختر شما سلام علیک میکنه گرم، ولی نه ببینید دختر شما نه صبر کنید دختر شما اولا مثل خود شما مقدار توقع و انتظار زیاده،
چون دیشب اومدی دیروز اومدی خونه ما و ما مثلا ازتون پذیرایی که مال فردان بپری تو بغل من. یه مقداری دختر شماست که میخواد بقیه رو چون بچه اولم هست مال او باشن، در اختیار او باشن. چرا با او حرف زدی؟ چرا با او رفتی بیرون؟ این شماره یک. دو، دختر شما با مشخصاتی که اشاره فرمودید اونقدر تو اون جامعه جا نیفتاده و پذیرفته نشده. حالا این به دلیل ایرانی بودنشه، به دلیل این مقدار ظاهرشه، اینا نمیتونیم پنهان کنیم. بنابراین میخواد یه جایگاه مرکزی داشته باشه، اونا همچین جایگاهی بشنن. سوم، با ویژگی‌های روانی که داره ای بسا خود اون بچه‌ها یا پدر و مادر بچه‌ها باش راحت نیستن و بنابراین زیر فشاره. من نگرانی من برای شکستنش از همین جاست که خودشو با آغوش پسرها بیاندازه، بعد اونا هم که حتما باش بد خواهند کرد، وقت بعد از هم پاشیده بشه. اینه که این که انتظار داره چون دیروز با من بودید فردا باید فقط با من باشید نظریه درستی نیست و بعدم یه مقدار حالت حسادتی که با برادرش داشته و داره رو به بقیه نسبت به، یعنی اگر با یه دوستش دید که او با یکی دیگه حرف میزنه یا رفتن با هم یا مثلا خونه هم بودن، بعدن اذیت میشه که چرا من نبودم یا چرا به من نگفتید. و اونجاست که صد توقع و انتظارش طوری است که توی جامعه که یه مقدار به هر حال روابط هست ولی یه آزادیایی هم برای انتخاب هست، با مایی که یه مقدار میل به مالکیت و کنترل داریم و یه زمینه فرهنگی هست و تو خود شما هم علائمی میشه میبینم سازگاری نداره. به همین جهت هست که دختر شما باید این واقعیت رو بدونه که آدما با من دوستن به دلایلی، با دیگران هم دوستن. این انحصار و مونوپولی که باید فقط با من باشند و با من حرف بزنن ندارن. این که بهش آقای دکتر معذرت میخوام، من منظورم این نبود که این کارو برای این میکنم، یعنی من از فرمایشات خودتون شنیده بودم که دوستانشون رو دعوت بکنیم و شبکه دوستان رو زیاد بکنیم اینا. من فکر کردم که اگه این دعوت ها رو بکنم تاثیر میذاره رو روحیه آخه عزیز. تاثیر نه صبر کنید، تاثیر میذاره وقتی این کارو 20 دفعه بکنید و دخترتون دارم میکنم همیشه، یعنی هر هفته. نه نه متوجه هستم، نه داشته باشم تا متوجه هستم، ولی معناش این نیست که بعدن بپذیرن. بنده اگر یه آدمی هستم اذیت نشید که قبولم نمیکنن، حالا شام و نهارم به مردم بدم که مردم نظرشون رو عوض نمیکنن. ما فقط داریم کوشش اونو میکنیم که کارا درست بشه، ولی تضمینی که تو این کارا نیست. شما اگر هر هفته به شنبه و یک شنبه همه بچه‌ها رو همه گونه مواظب و مراقبش بودی که من روزی دوشنبه روز دختر شما رو بخوان، روز دختر شما رو نمیخوان برای که دیگران رو ترجیح میدن. به علاوه من مشکلم یه چیز دیگه است عزیز، دختر شما انتظار و توقعش میتونه درست نباشه. یعنی اگر فرض بفرمایید، فرض کنید این بچه ها دو روز آمدن خونه شما، همه جور هم مواظبشون بودید، فردا دختر تو رفت بهش یکیشون گفت سلام، اون مثلا با یکی دیگه حرف زد، بعد واکنش نشون داد که چرا جواب منو نمیدی، خب معلومه مردم دوست ندارن. ببینید دختر شما، خودتونم توضیح دادید، دختر شما مثل بسیاری از آدما قرقرو و نقنقو و شکوه کننده است. این آدما معمولا توی جوونا و یا تو بزرگسالا جایی ندارن. من خودم اصلا یکی بخواد گله و شکایت کنه حوصله‌شو ندارم. یعنی اونو نمیپذیرم. شما ده دفعه منو دعوت کردید، شما فقط به من بگید یه دفعه تو نباید ما رو دعوت کنیم، مثلا خط بکشم رو تو. علتش این نیست که من کارم درسته، علتش این است که میخوام بگم دختر شما یه انتظاراتی داره که به دلیل واکنشش دوستی ها رو میتونه از هم بپاشه، که اون حرفی که شما اول زدید که مثلا دوستاش اونگونه که او میخوان باش رفتار نمیکنن. علاوه من قرار انتظار نداشته باشم، امیدوار باشم. شد شد، نشد نشد. برای دختر 13 ساله شما میدونم این موضوع معنایی اصلا نداره، چرا به اینکه اون رو متوجهش باشه و به همینجاست که از طریق سخت و تلخش یاد میگیره. ولی شما هم کمکی براش نیستی عزیز. من اگر با دختر شما مثلا قرار بود کار بکنم، حرف این بود که تو حق نداری روز دوشنبه که بری مدرسه از هیچ کس انتظار داشت باشی. پنج دفعه من بگو از هیچ کس هیچ انتظاری ندارم، حالا برو مدرسه. نه اینکه میرم چون اینا دو روز خونه من بودن تا به من رسیدن باید منو به بقیه ترجیح بدن. نه آقای دکتر، به این شکل نبوده که مثلا بچه، مثلا من الان به شما میرسم میگم سلام، خب مثلا جواب با اینکه دیروز خیلی با هم صمیمی صحبت میکردن میگشتن میگفتن میخندیدن، بعد یهو روز بعد چی میشه که اصلا دوست اون دوست حتی جواب سلام این دوستارم نمیده. عزیزم، یعنی اصلا من که سرکار خانم حرفاتون منطقی نیست عزیز. اگر این قاعده بازی هست خب همه اینجوری هم. چرا دختر شما غیر از این باید؟ اگه با دختر شما اینجوری، اصلا یه دختر شما یه اشکال داره وقتی همه اوتومویل ها دارن به سمت من میان که اونا عوضی نمیان، من دارم عوضی میرم.
ببینید دفاعی که همینی که میگم شما جواب مسائل رو نمیدونی. شما اگر این دو توضیح رو به من دخترتون میداد گفتم 100% تقصیر توئه. اینکه اونا سلام گفت. شما الان میخواید بگید که اینا اینجا بودن بعد جواب سلام هم نمیدن. قرار نیست سلام بکنم. من دختر بچه ها قرار به هم سلام بکنم. دختر شما یه انتظاری از رفتاری یا کلامی از اونا داره که با واقعیت ها نمیخونه. اشکال کار اونجاست عزیز. اشکال کار اونجاست. همینی که میگم شما از اختش بر نمیاد. برای که نگاه شما به موضوع رابطه بچه های 13 ساله دنیای امروز اصلا اونا راه میرن. من و شما عادت کردیم شنا بکنیم. ولی میخوام بیافتیم رو زمین میگیم چرا بقیه دست و پا نمیزن. خب راهش این نیست. استدلال اینجوری نکنید. این حرفا رو دخترتون به شما میزنه. این حرفا گزارش شما. مسئله اینه که وقتی یکی دو تا دوست ایرانی مثلا میبینیم اونا متقابلا خیلی خوبن. یعنی سرکار خانم نکنید عزیز. بله سرکار خانم قبول. اصلا این دختر امریکایی سلام خود چه کنید شما؟ بله. خب پس ببینید شما اگر میخواید استدلال فرهنگی بکنید که درست نیست نیست بله. نظرتون درست. بله همین دخترها ظاهر رو ممکنه حفظ بکنن اگر تازه جمع شه ولی بعد با دخترتون تلفن نکنن قرارم نگذارن. ولی اگر شما فکر برین چنین هست پس همینه که شاید دوستای ایرانی به دلیل شواهد فرهنگی به هم میخورن. ولی به هر حال موضوع رو به عنوان یه مشکل بیرونی و دیگران در نیارید. مشکل من است که آمدم تو امریکا باید فارسی رو بذارم که کنار انگلیسی حرف بزنم. اینکه امریکایی‌ها بیان فارسی یاد بگیرن که درست نیست. من مدتی از پیام‌هام گذشته مواظب خودت و دختر تو باشی. خوشحالم خیلی ممنون. مرسی. ممنون. خدا. بیننده ارجمند بعد از چند پیام با ما. کسب موفقیت را با bullseyetraders.com برای داشتن درآمدی روزافزون در بازارهای سهام تجربه کنید. برای کسب درآمد روزافزون و یادگیری صحیح خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام آمریکا با من فرامرز وحدت‌شعار و bullseyetraders.com همراه باشید. شما با فراگیری خرید و فروش بازار سهام و شاخص‌ها توسط bullseyetraders.com و فقط با استفاده از کامپیوتر خود بدون داشتن مکانی برای بیزنس، بدون داشتن ارباب رجوع، بدون داشتن هزینه اجاره و بدون داشتن کارمند درآمدی روزافزون را تجربه خواهید کرد. bullseyetraders.com همسر جون راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است. زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید، در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744 لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com انتظارها به پایان رسید و رویاها به حقیقت پیوست. بار دیگر آژانس مسافرتی امیری اولین و بزرگترین برگزار کننده تورهای تفریحی با 48 سال سابقه درخشان برگ برنده دیگری را رو می کند. تور بزرگ امریکا بدون واسطه و مستقیم از ایران، شامل اخذ ویزای 6 ماهه توریستی، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌های 5 ستاره، تورهای تفریحی و ساحلی کنار دریا و دیدن شهرهای بزرگ امریکا، واشنگتن، نیویورک، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، لاس آنجلس و عروس جزایر دنیا هاوایی. از این فرصت استثنایی استفاده کنید و به امریکا سرزمین فرصت‌های طلایی بیایید. تلفن‌های تماس 201
818-758-2626 و 201-818-802-2086. آژانس مسافرتی امیری. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت. استرس یا فشار روانی اجتماعی. چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستند می‌رسونم که کنفرانس حال و آینده ایران نگاهی به اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران رو در روز یک شنبه 22 اپریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. یک شنبه 22 اپریل از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر، حال و آینده ایران. همچنین کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در روز یک شنبه 6 ماه می در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. این دو کنفرانسی است که با ورودی $30 خواهد بود. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی از بارسلونای اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه و برای کودکان و نوجوانان هزینه فوق العاده کمی داره و برای خانواده ها البته. و همچنین سفر دیگر 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در هر کدام از این سفرها 7 کنفرانس خواهم داشت. همچنین نکته را عرض کنم که هم قیمت کشتی و هم قیمت هواپیما افزایش چشمگیری در هفته‌ها یا ماه‌های آینده خواهد داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراویل تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. خسته نباشید آقای دکتر. خواهش بفرمایید. من کمکی که از شما میخوام در رابطه با این هستش که بتونم بین دو تا شغل انتخاب درست داشته باشم. بفرمایید. و این دو تا شغل یکیش در قسمت روانپزشکی سالمندان هست، اون یکی دیگرش بازپروری معتادان خانومش. در واقع من در وضعیت قرار گرفتم که مجبور هستم بین این دوتا
شغل انتخاب بکنم به این جهت که جایی که من الان استخدامش هستم و کار میکنم بنا به شرایط مالی که داره مجبور هستش که یه تعدادی از کارمندانش رو شغل دیگه بهشون پیشنهاد بده. شما در چه سطحی اونجا کار میکنید؟ یعنی سطح دانایی من نفهمیدم مدرک جان؟ متوجه سوالتون نشدم. من گفتم مدرکی مدرک و یا اجازه کاری که شما دارید چه هست؟ چون اون رو متوجه نشدم. ببینید من لیسانس طرفداری دارم و فوق لیسانس روانشناسی دارم. آها. برای همین میتونم هر دو جا رو به خوبی کار بکنم و کسی که کارفرمای من هست من در استخدامش هم این دو جا رو به من پیشنهاد داده. خب دومی که حتما بهتره. پاسپروری معتادانه خانم. نه خب من که اونو بهتر میدونم، برای که اولا شما به دلیل اینکه خانم هستید با اونا راحت ترید، بعدم در اونجا شاید به دلیل کاری که میکنید و پاداشی که از به هر حال پیشرفت مراجعین یا بیماران میگید کمک بیشتری بکنه. اولی مثل که در خصوص سالمندان بود، درسته؟ بله، روانپزشکی سالمندان بخشی هستش که از بیماران خانم یا آقایی که بالای 65 سالن درمان میگیرن برای بیماری مثل دپرشن، بایپولار، دمنس، آلزایمر. خب میدونم ولی آلزایمر و دمنس برای کسانی هستش که نمیدونن دارن یا ندارن و چه درجه قرار دارن، اگر دارن در واقع مشاهده هست بیشتر به جای درمان، ولی دپرشن و بایپولار و یکی دو تا بیماری از این قبیل استراب درمانش هست. ببینید عزیز، تو اون سن و سال معمولا بیشتر کار یکی کنترل بیماریه، یکی مانع پیشرفت سریع بیماریه و به همین جهت هست. و ضمناً به هر حال من البته این انتخاب رو میکردم، انتخاب خیلی خودخواهانه هم هست، یک کمی با روحیه شما به عنوان دختر خانم جوانی که به نظر من میاد میتونه سازگاری نداشته باشه. یعنی یک کمی خود شما رو بیش از اندازه تحت تاثیر قرار بده. اینه که اگر شما فعلا، بحث من راجع به شماست، انتخابی میخواهید بکنید با توجه به شرایطی که اشاره فرمودید، من حتما اولی رو انتخاب میکنم که ماجرای به هر حال زنانی است که با مشکل و یا بیماری اعتیاد روبرو هستن، تا اینکه برم سراغ سالمندان و اصولا اون رو افرادی با یه ویژگی خاص میتونن به دنبالش باشن. گفتم من شخصا باش راحت نیستم، شما رو نمیدونم، چون بعضی از دوستان هستن، من عزیزان دیدم که اصولا ارتباطشون با افراد سال خورده و مسن خیلی خیلی خوبه و اصولا یه نگاهی دارن کاملا درست مانند افرادی که با بچه های کوچولو بیبی یه احساس خوبی دارن. این دیگه برمیگرده به ویژگی روانی شما. و اگر چون از من پرسیدید، من حتما زنان رو انتخاب میکنم، به هر حالم هر دوتاش خدمتی است، ولی این تو شاید احساس بهتری بکنید و اونقدر باری رو با خودتون به منزل و ذهن و زندگیتون نبرید. به همجاست که اولی توصیه میکنم. اگه مطلبی نیست، چون بانوی ارجمندی دو دفعه تلفن کردن، من با دوست عزیز دیگری صحبتی میکنم. یک سوال دیگه داشتم. شما فهمیدید که انتخاب میکردید مورد اول رو، با منیپولیشن چه کار میکردید؟ چون کسی که در واقع مسئول اون بخش هست خیلی دلش میخواد که بگیم من با این مسئله چجوری برخورد میکنم، میگه بیشترین مشکل کاریشون این مسئله هست. آخه داستان لغت منیپولیشن معناش این است که یه کسی بازی در میاره، بهانه میگیره. حالا خب منظورش خانومایی هست که اونجا بستری میشن. نه متوجه هستم. دوران بازپروری رو از 9 ماه تا یک سال پشت سر میذارن توی اون بخش. میگه بیشترین فشار و اون که کارمندا خسته میشن، خلق و خوی خوبی ندارن، به خاطر این مسئله هست که راه در واقع کمک به اونا هم خوب پیش نمیره. بله ببینید عزیز، ماجرای منیپولیشن یا بازی و بهانه گیری و در حقیقت نوعی مانورهای مختلف و متفاوت کردن و دستکاری و اینها یه چیزی است که توی جوامع هست، اما افراد معتاد اون رو خیلی بیشتر دارن، برای که اصولا یه ذهنیتی دارن که چون به خودشون دروغ میگن و خودشون رو فریب میدن، برای دروغ گفتن به دیگران پنهانکاری و فریب یه آمادگی و ظرفیت بیشتری دارن. شما هم پاسختون این است که من یک، با واقع بینی با موضوع برخورد میکنم، دو، درگیر بازی و یا گیم های اونا نمیشم.
امروز از زمان اریک برن که او فرض کنید 36 تا بازی رو نشون داد، 18 تا بازی دیگه هم در سراسر جهان پیدا شده، 54 تا بازی هست که شما قرار است که گرفتارش نشید. من خودم رو خط رادیو تلویزیون برخی از اوقات دوستان میان و منو به بازی میخوان بگیرن، من چون خیلی زود شاید بعد از ثانیه های یا دقایقی متوجه بازی اونا میشم یا از راه خودم اونا رو به بازی دیگر یا به واقعیت دیگری میبرم یا واقعیت میبرم و یا اینکه بازی رو متوقف میکنم. بنابراین خودم رو دست اونا نمیدم که به گونه ای که اونا میخوان بازی کنن، چون در اون نه واقعیتی است، نه حقیقتی است، نه هدفی است، بلکه یه انگیزه سرکار گذاشتن آدم هاست. مفهوم منیپولیشن اینه، اینکه چه میکنم؟ یک، واقع بینانه با موضوع و مسئولانه برخورد میکنم. دو، درگیر بازی های اونا نمیشم و اونجایی که هست بازی رو متوقف میکنم و درگیر نمیشم. یعنی درست مثل کسی که به شما در یه بازی تنیس توپ رو میزنه و شما چون نمیخواید بازی کنین میستید، هر اندازم تحریکتون کنه، بگه بلد نیستی، جواب چرا نمیدی، تو خودت گفتی و ورزش نمیخوای بکنی، ورزش برای سلامتی لازمه، من دوست دارم، تو دوست منی، شما اگه نمیخواید بازی کنید میستید و میاد کنار اگر تازه رفتید به زمین تنیس. و همینجوری است که برخورد شما این است که درگیر اون بازی ها نمیشید. این بازی ها هم شناخته شده است، میتونید حتی به کتاب اریک برن مراجعه کنید، اون کسی که در حقیقت بین نوعی ترانزکشنال انالیسیس یا TA رو به نوعی آغاز میکنه یا ارائه میده. این است که اون شناخت و آگاهی است که میتونه کمکتون بکنه، ولی به هر حال خیلی برخی از اوقات مشکله، ولی اگر آدم فرصت داشته باشه، وقت داشته باشه، میتونه جلو بازی دیگران رو بگیره. من اجازه بدید چون بانوی ارجمند دیگه هم یه پرسشی دارن به ایشون هم یه جوابی داده باشم. رازها و نیازها بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خیلی متشکرم. اول از همه خیلی ممنونم که فکر ما بیننده هم بودین که فرمودین تلفن دوباره قطع شد. آقای دکتر، من از خدمت شما یک توصیه میخواستم. من دخترم رو چون تنهایی بزرگ کردم، در طی این 20 سال گذشته پدر مادر من نقش بسیار مهمی در خارج داشتن، یعنی پدر من دخترم رو بزرگ کرد با مادرم و پدر خود دخترم آدمی بودش که خیلی گاهی اوقات هر وقت دلش میخواست میومد بچهش رو به مدت مثلا 2-3 ساعت نهایتا 5-6 ساعت میدید و میره و دختر من هیچ وقت منزل ایشون توی 19 سال نبود. و در حدود 3 سال پیش پدر مادر من تصمیم گرفتم با وجود اینکه ملیت اینجا رو داشتم برای همیشه برگردن به ایران و 2-3 هفته پیش آقای دکتر به من زنگ زدن و من رفتم ایران. مادرم در کما بود و پدرم در حدود 35 کیلو لاغر شدن به خاطر اینکه سرطان ریه گرفتن در تهران و یعنی دکتر اونجا به من گفتن که مدت زیادی اینها زنده نمیمونن و الان دختر من ترینینگ کورس هستش به مدت 3 هفته و کنکور پزشکی داره و شدیداً وابستگی به پدر من به عنوان پدر خودش داره و من خواستم خدمت شما زنگ بزنم ازتون خواهش کنم به من کمک کنین من چطور این مسئله رو با یک بچه‌ای که خیلی حساسه، شدیداً حساسه و دختر فوق‌العاده کمالگرایی، یعنی پرفکشنیسته، یعنی هر چیزی رو که میخونه باید به نهایت احسن میخونه و الان داره کنکور پزشکی میخواد خودش رو آماده کنه، انتخاب شده از طرف دولت اینجا و مثلا شنا میره نفر اول میشه. یعنی اینقدر خودش فشار میاره در هر کاری، دختر فوق‌العاده نمیدونم میگیم مذهبی، یعنی خیلی آدم صافیه و میدونم که اگر یه همچین چیزی رو در ارتباط با پدر مادرم بهش بگم ضربه شدیدی میخوره و خواستم از شما کمک بخوام که لطف بفرمایید من چطور میتونم با کمک شما کمترین ضربه رو به این بچه بزنم و این دختر من نه خواهر داره، نه برادر، نه دایی، نه عمو، نه عمه، یعنی هیچ کس رو نداره. بله، ببینید از این مولا حرف شما را اگر درست فهمیده باشم به دلیل جدایی شما از همسرتون دخترتون با شما و پدر و مادرتون زندگی میکرد، یعنی شما 4 تا با هم بودید درسته؟ تا 3 سال قبل. دقیقا. بله بله. خب و بعدم
یه مسائلی درباره دخترتون گفتید که اذیت نشید. من اصلا خیلی خوشحالم نمیکنم. پرفکشنیسم و کمال پرستی حتی یه ذره شدیدش بیماری است. ما قرار همه کارا رو قرار ناقص انجام بدیم. حالا ممکنه در یه مورد خاصی که موضوع اصلی زندگی ماست یا شرایط رقابتی هست ناچار باشیم اونچنین عمل کنیم، ولی کوتاه مدت. حالا گذشته. علاوه الان دختر شما، باز من نفهمیدم، در امریکاست یا در ایرانه؟ نه اروپاست. دختر من اینجا به دنیا اومده آقای دکتر. بسیار خوب. بنابراین دختر شما در اروپاست، شما و پدر و مادر در ایران تشریف دارید. حالا فکر میکنید که اگر دخترتون میخوام آقای دکتر معذرت میخوام، نخه، پدر و مادر من 3 سال پیش تصمیم گرفتن برای همیشه از اروپا برن ایران و من و دخترم تنهایی در اروپا موندیم. حالا متوجه هستم، شما الان در اروپا هستید یا در ایرانی؟ من برگشتم، من فقط 2 هفته رفتم که مادر رو توی بیمارستان که در کما بودن برای آخرین بار ببینم. حالا به من بفرمایید که مادر که در کما هستن، به پدر آیا مدتی وقت دادن یا ندادن؟ چقدری میدونن؟ والا پدر با 1/8 ریه نفس میکشن و با اکسیژن با من صحبت میکردن. ولی در بیمارستان در حالتی هستن که حتی با تلفن دیگه نمیتونن صحبت کنن چون فیبروز پومون ریه گرفتن. ایشون در بیمارستانن یا در منزل هستن؟ نه در بیمارستان جوابشون کردن، گفتن که یواش یواش این 1/8 هم از بین میره، اکسیژن و پرستار در منزل هستن با ایشون. حالا ببینید عزیز، این برمیگره به ویژگی‌هایی. اولا درباره گفتنش یک سوال این است که به دخترتون بگید یا نه. فرض اول این است که اگر به دخترتون بگید، پرسش اصلی دومی است، آیا دخترتون فکر میکنید برنامه ها رو به هم میزنه هرچه هست و میخواد بره ایران اونا رو ببینه، یا احتمالا ممکنه فعلا ترجیح بده امتحاناتشو بگذرونه و بعدن مثلا اگر فرصتی بود به ایران بره؟ بله من فکر میکنم آقای دکتر، دختر من به محض اینکه این سوتکیسشو بذاره زمین، اولین کاری که خواهد کرد تلفن میکنه به پدر من که بگه چجوری ترینینگ کورسش انجام شده. یعنی همیشه خواسته که همون شغلی که پدر من همیشه انجام داده انجام بده. یعنی خیلی وابستگی داره. حالا میدونم که شدیداً ضربه خواهد خورد. شما صبر کنید سرکار خانم، من متاسفانه فقط 3-4 دقیقه وقت دارم. لطف کنید سوال منو جواب بدید. فرض کنید شما به دخترتون گفتید، دخترتون میخواد بره ایران یا نه؟ سوال من فقط راجع به رفتن ایران. نه دخترم نمیتونه به خاطر اینکه هنوز پاسپورت نداره. بسیار خوب. دختر شما که پاسپورت نداره و ایشون نمیتونه بره ایران، نمیتونه از شما گله کنه که نگفتید. شما حرفتون این است که پدر بزرگ یه ذره مشکل تنفسی داره، حرف نمیتونن بزنن فعلا برای مدتی، نتیجتا فعلا نمیتونید با ایشون صحبت کنید. همین. بنابراین دختری که نمیتونه بره ایران و اون چون تنها چیزی بود که ممکن بود بعدن گله من بشه، چرا نه، و تصمیم او بود، چون اون کارو نمیتونه بکنه، پس گفتن شما هم به صورتی که نشون دهنده اون خطر و مشکلات هست جایی نداره، معنایی نداره. دختر شما کاری نمیتونه بکنه، دلیلی هم برای گفتنش نیست. به صورتی مطرحش کنید که پدر جون، پدر بزرگ نمیتونن با تو صحبت کنن برای که مشکلات تنفسی دارن و اصولا الان مثلا دستگاهایی بهشون وصله که فعلا قادر نیستن و همین. در نتیجه در اون چارچوب این بهش ضربه میزنه متاسفانه احتمالا، ولی چاره نیست. راه دیگرتون که من چون متاسفانه وقتم کمه به شناختی از دخترتون و این روابط ندارم، اگر نگفتنه و میتونید این نگفتن رو به جوری درست کنید بگید. ولی شما چطور میتونید دختری که وقتی که آمد به گفته شما تلفن میکنه میخواد با پدر بزرگش صحبت بکنه و ببینم چه کاری شده نیست، یه دلیل برای این کار میخواد، پس بهتره شما ماجرای بیماری و عدم توانایی ایشون رو به گونه ای که او رو به هم نریزه مطرح کنید. بعد حداقل است که او باید بدون. آیا راجب مادر بزرگ میدونه که ایشون تو کما هستن یا نه؟ خیر، چون الان مدت زیادی همین، من فقط میگم خدای نکرده اگر ایشون
فوت کنن مثلا میمونن چی کار کنم آقای دوست؟ یعنی ویزا بگیره بره ایران فکر میکنیم خوبه برای نه. دارده به عنوان یه خارجی؟ نه ببینید عزیز، من اولا نمیدونم به عنوان خارجی اون بحث سیاسی شو و یا احتمالات چه میدونم. نه نه منظورم معذرت میخوام، یعنی از لحاظ روحیه اگر بره ایران براش بهتره یا اینکه اینجا باشه؟ ببینید عزیز، صبر کنید، من چون وقتم میگه. ببینید عزیز، بچه ها و بسیاری از آدم ها وقتی که با یک کسی اینقدر نزدیک بودن و سه سالیست اینگونه که من فهمیدم ندیدن و حالا اونا کاملا به هم ریختن، یکی در کماست، یکی 35 پوند کم کرده و حال بدی دارن و این چنین هستن، تصویر ذهنی رو برخی از اوقات بهتر ما خراب نکنیم. دختر شما یک تصور و تصویر ذهنی از پدر بزرگ و مادر بزرگش داره در اون ایامی که با هم بودن. دیدن اونها رو در یه چنین شرایطی بیشتر اوقات جوونا رو میتونه به هم بریزه و بنابراین فایده ای نیست. شما دنبال یه راهی که توش عیب و ایراد نباشه نگرید. شما انتخابتون فقط بین بد و بدتره. به دلیل حوادث که اتفاق افتاده یا میفته انتخاب شما بین بد و بدتره. من با رفتن دخترتون به ایران موافق نیستم. یعنی دیدن اون شرایط سخت میتونه او رو بیشتر به هم بریزه، مخصوصا به دلایل علاقه‌ای که داشت. دوم، تصویر ذهنی او رو که از پدر بزرگ و مادر بزرگ داشته حالا عوض میکنه به این چیزی که در آخرین لحظات دیده و این به عنوان تصویر ذهنی او میمونه و اونو اذیتش میکنه. اینه که چون انتخاب بین بد و بدتره، اینکه او بمونه در اروپا و شما بهش نگید بده، ولی رفتنش به ایران به نظر من بدتره. اینکه بعداً از شما گله من باشه که چرا واقعیت رو نگفتی یا شرایطی برای رفتن من فراهم نکردی که تو صحبت اول من بود، این است که این انتخابی بود که میان بد و بدتر من کردم و از این بابت هم از کل موضوع متاسفم و بسیار ناراحت و اینم انتخابی است که من کردم. این به نظر من به دخترتون میتونه کمتر آسیب بزنه. اینی که من با گفتنش به گونه ای که بمانه و نره ایران موافق ترم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار شدم. متاسفانه آقای دکتر، اشکال نداره، من چون دخترم گویا بود بکردم، یعنی مثلا گریه کنم اصلا. اشکالی نداره؟ نه هیچ اشکالی نداره. اصلا من و شما قرار نیست که نگران مسئله گریه کردن اون باشیم. به هر حال غم و اندوه داریم و یه حادثه بده و شما ایشون رو با کمی هم آماده کنید. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه دیگر من روز جمعه 6 تا 8 بعد از ظهر است که 6 تا 8 صبح یک شنبه بازپخش اون خواهد بود. بنابراین به امید گفتگوی با شما روز جمعه ساعت 6 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. رازها